که در طول قرنهای دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده به خواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. با درود به روان پاک دو ابر مرد تاریخ ایران و جهان اعلی حضرتین جاوید رضا شاه بزرگ بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ بنیانگذار تمدن نوین. درود بر ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب آقای مهندس یاش گرامی کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. از همه شما همیهنان عزیز، از شما میهن پرستان خواهش میکنم طبق معمول سنگر ایران آریایی رو خودتون حفظ کنید، همینطوری ادامه بدید این کمک ها رو، بتونیم ما هم زیر سایه کمک های شما با بچه ها در ارتباط باشیم، با بچه ها گفتگو کنیم، صحبت کنیم که بریم به امید خدا به سمت سرنگونی. بچه ها خیلی 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 پرسش مطرح کردن، البته اکثرا شبیه همه راجب اوکراین و چهارشنبه سوری و چه و چه و چه که حالا امشب گفتگو خواهیم کرد با شما عزیزان. یه سری هم از بچه ها دو مرتبه زنگ زدید آقا چطوری میشه کمک کرد. هر دفعه من برنامه لایو اینجوری دارم دیگه نمیتونم توضیح بدم، زنگ بزنید کوتاه به جناب مهندس، وقت نگیرید، ایشون هم در عرض چند ثانیه یا یک دقیقه دو دقیقه
توضیح بدن برای اینکه بخواید لطف محبت کنید از اروپا کمک کنید، ممنونتونم هستم. این از این. نقاشی های بچه ها هم گذاشتیم برای دوشنبه و چهارشنبه. دوستان کوچولو هم که زنگ زدید که چطوری میتونیم نقاشی بفرستیم، آدرس کانال و حالا تو طی برنامه من فرستاد برای جناب مهندس میذاریم رو صفحه، و همین آدرس کانال تلگرام من بفرستید، نقاشیاتون پخش میشه. فقط یادتون باشه اسم فامیلی ننویسید، اسم کوچک، شهرتون و چند سالتونه، و جاوید شاه یادتون نره. هرچی هم دوست داشتید بکشید، هر نقاشی دوست داشتید بکشید به سلیقه خودتون، فقط جاوید شاه یادتون نره، اون جاوید شاه مهمه. مرسی از همه شما کوچولوهای عزیز. فرقه تبهکاران وحشت تمام وجودشو گرفته. اینا رو من شایعه نمیگم، من اهل لجن پراگنی نیستم. تمام وجود نحس نجست فرقه تبهکاران رو ترس و وحشت گرفته. ترس و وحشتش هم از قیام سراسری چهارشنبه سوری. اینا که به خودشون تو خارج از کشور میگن سازمان و گروه و فرشگرد و میلگرد و نمیدونم مشروطه چی و دیگه سوسیال دموکرات و اینا، دیدید هیچ کدومشون صداشون در نمیاد؟ اینا که جلو دوربینا میشینن دیدید هیچ کدومشون هیچی نمیگن؟ چون هیچ کدومشون اهل براندازی نیستن، هیچ کدومشون، فقط تو خارج از کشور نشستن. پولا رو داره حزب دموکرات امریکا سر هر سه ماه چهار ماه میرن واشنگتن، گردنشون رو گج میکنن، دستاشون دراز، پولی که میاد کف دستشون. بعد تو هم از ایران میان بیرون دفتر تحکیمی ها اول یه مصاحبه با اعلیحضرت میکنند و یه ریخت و پاشی میکنن، در عرض یه دو سه ساعت پخش میشه توی دنیای مجازی آقا اومدن یک سری از ایران اومدن دانشجوان، اینا همشون خاتمی چی بودن، الان همشون سلطنت طلب چی شدن، خیلی بدجوری هم شدن، بنگاه های لجن پراکنیم، چون همه مال خودشون دیگه هم دست دارن. این دعوت میکنه، اون دعوت میکنه، میدن یک نطقایی هم میکنن، نطقای آنچنانی و حرفای روز پسند، مثل زمان شاهنشاه یا می تخم مرغ رو که می آوردن تو مرغ فروشی ها، تو تخم مرغ مرغ زده بود نمیشون تخم مرغ روز، شاهنشاه به ما تخم مرغ روز میداد، الان تو صدل آشغال این پوستشو پیدا میکنه، فرقی نمیکنه منو شما نداره. بعد اینا تو همه بنگاه های لجن پراکن در براشون بازه، فقط در رو بستن رو میان پرستان، میگن اینا اخن، اینا میخوان شاه رو برگردونه، اینا میخوان تمدن برگردونن به ایران. به هر حال فرقه تبهکاران بد طوری ترسیده از چهارشنبه سوری، و من به شما بچه ها نوید میدم که اینطوری که برا من اخبارش داره از ایران میاد، بچه ها خوب دارن آماده میشن، یعنی آماده شدن بچه هامون و میرن به یک نبرد ملی چهارشنبه سوری، که در این قسمتش در یه طرفش ملت بزرگ ایران، ملت به گروگان گرفته شده ایران، ملت فقیر شده ایران، ملت بدبخت شده ایران، در یه طرفش هم اهریمن علی شیره‌ای پاسداراش و بسیجیاش و لباس شخصیاشه. بچه ها نترسید، برید به سمت قیام. الان برا من اخبارش هم میاد، یادتون میاد بهتون گفتم حالا شروع میشه از تو اینستاگرام به ویژه، اونجا بیشتر آخه تو دست طویله اسلامیه که میان تو کانال خود من، جناب احمدی درود بر شما، خیلی البته ای سرباز، ای تیم سار، ای جنرال، ای قهرمان خوشبختی، همه اینا رو به من میگن. آره مثلا بخیام میکنم من از این چیزا هستم، از این ندید بدیدا خوششون بهشون بگن مثلا تیم سار، قهرمان، جنرال، فرمانده، نمیدونم رهبر، تو ماچ بکن، من ماچ بکن، نه آره که چی شده، هیچی، کارتون درسته، فلان اینا. ولی جناب احمدی آخه عید مردم میرن مسافرت، هیچ کس نیست، بعد چهارشنبه سوری هم اصلا خبری نمیشه، خودتون رو خسته نکنید، جشمت کورشه. این چهارشنبه سوری اولین باریه که دارم من به ملت ایران میگم، بد ککه انداختین تو تومون شما بچه بسیجی ها و آخونده. بچه های داخل کشور خوب توجه کنید، این چهارشنبه سوری مال بچه های تهران، مال بچه های مشهد، مال بچه های آذربایجان، مال بچه های گیلان نیست. چهارشنبه سوری مال بچه های ایرانه. تمام ملت ایران، همتون باید از جنوب تا شمال، از شرق تا غرب بیایید توی خیابونا اگر میخواید نجات پیدا کنید.
اگر قرار بیاید و چهار تا ترقه و ولش کن ولش کن اگه میخواییم بیاید سخبوسبازی در بیارین و اونا مثل سوار نظام دو 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 با جانوینگ بیان و بعد شما هم سنگر بگیرین و دو سه تا تیر اندازین بشه و شیش تا سخبوس تلف بشه و یه دونه از وسترنا هم مثلا از این کابویا هم یه تیر بخواد دوشونش، حضرت عباسی نیاد بیرون. تو همون حیات خونتون یه بوته چیزی روشن کنید و ترقهاتون هم دم کوچهاتون بهتره کنید. من نمیخوام شما بیای جشن چهارشنبه سوری بگیرید، من میخوام شما بیای رژیم رو بر بیاندازید که الان چک افتاده توی تومون علی شیره‌ای و شرکا، هرچی سرباز بوده ریختن تو خیابونهای تهران بسه پوز زدن حکومت محاضر آماده هیچ غلطی نمیتونن بکنن. انقدر این ور باغ خرطوخره که هیچ کس الان نگاش تو ایران نیست. هر مدلی دوست دارید باهاشون تا کنید، هر کاری میخواید باهاشون بکنید بکنید. چهارشنبه سوری هر کی زورش چربید ای والا راحت بهتون بگم از هیچ چی نترسید. ملت ایران خودتون رو نجات بدید. الان امشب براتون میگم چه خبر. منتظر یه تغییر و تحولاتی بودم تو این 48 ساعته که شد. خودتون رو نجات بدید ملت. چهارشنبه سوری آغازی است برای پایان دادن به فرقه تبهکارا. با این دیکته بیاین تو خیابون، این بشه انشای حرکت شما. پس انشای ما چی شد؟ چهارشنبه سوری آغازی است برای پایان دادن به 43 سال ظلم و اختناق و زجر و شکنجه و زندان و اعدام و بدبختی و فقر و فلاکت. میخواید این کار بکنی خودتون آزاد میشید، میخواید نکنید به اسارت ادامه داره، زندان ادامه داره. من سر جام نشستم، من کارمو میکنم. این فرمایش تیمسار زنده یاد تیمسار رحیمی عزیز روانشاد قهرمان ارتش شاهنشاهی ایران که فرمودن من قسمی یاد کردم و تا آخرین قطره خونم هم پای اون قسم ایستادم. ایشون برای من شاهنشاه هستن، من سوگند یاد کردم. منم اینجا دارم جلوشون چهار سالم هست اینو گفتم، خدا شو امشب نمیگم که بگن جوگیر شده. ایرونی ها فقط دنبال چیزه، دنبال پرت و پلاگویی هست. متاسفانه هنوز گوش های شنوا تعدادش زیر 10%. من یک سوگندی، من رضا احمدی یک سوگندی یاد کردم، نه به رضا شاه دوم پهلوی سوم، نه به آریامهر بزرگ، نه به هیچ کس، به خودم. من با هیچ کس هیچ کاری ندارم، نه شاهنشاه رو دیدم، نه رضا شاه دوم رو دیدم، نه خاندان پر افتخار پهلوی رو دیدم، نه تیمسار بودم، نه وزیر بودم، نه من یه نوجوان بود سال 57. من یک سوگندی یاد کردم تو خودم، خودم به خودم یک قولی دادم از سپتامبر 1986 وقتی اومدم آلمان رو دیدم. این آلمان زندگی منو، نه فقط زندگی شخصی منو، آلمان مغز منو عوض کرد. من اصلا یه شخصیت دیگه ای شدم. این بنمایه رو داشتم، این پس زمینه رو داشتم، ولی وقتی اومدم اینجا رو دیدم تازه فهمیدم معنای ناسیونالیسم یعنی چی. من تو ایران نمیفهمیدم معنای ناسیونالیسم رو، و نبایدم میفهمیدم، کسی به من یاد نداده بود، فرصتی نبود کسی چیزی من یاد بده، نه دولت، نه معلم، نه خانواده. ولی از اونجایی که همه ما ایرانی ها واقعا ملت در نهایت ما ایرانی ها ایران رو دوست داریم، عاشق مملکتمون هستیم، یه نفر وقتی بیاد به ما درس صحیح بده دیگه حس میهن پرستی در ما کاملا نهادینه میشه. من این حس رو در آلمان خودم برای خودم به وجود آوردم. وقتی اومدم دیدم اینا چقدر نژاد پرستن و چقدر به کشورشون مغرورن. هر جا میری زده دویچلند آلمان، و چنان راجب تیم ملی فوتبالشون صحبت میکردن، چه شبایی من بغض کردم وقتی فوتبال اینا رو میدیدم که پیروز میشن تو خیابونا، میان بوغ بوغ بوغ، بعد میگن اونزر یونگز، یعنی جوانان ما. اینو بچه‌هایی که زبان آلمانی بلدن به این شکلی که من به فارسی براتون میگم این حسو بهتون نمیده، میگن جوانان آلمان، جوانان ما. به یه حالتی بهت نگاه میکنه میگه که قشنگ داره لهت میکنه به عنوان خارجی. یعنی دوتا آلمانی با هم حرف بزنن اینطوری با این
فشار نمیگه، با این احساس نمیگه اونزر یونز، اینجوری نمیگه، با یه خارجی که حرف میزنه با یه طبع دیگه میگه، با یه تون صدای دیگه میگه. خیلی پدر سوختم، یعنی حقشونه. ای کاش منم مثل اینا پدر سوخته بودم، ای کاش ما ملت ایران هم مثل اینا همش نمیگفتن ایرونیا مهمون نوازن. خیلی خیلی با این کلمه انگلیسا ما رو خرمون کردن. دیگه مهمون نواز نباشید ملت، نباشید، نذارید این لغت استعماری تو پیشونیتون بخوره. مهمون نواز یعنی چی؟ مهمون نواز چرا من با در خونم واکنم هر قمبر علی رو بیارم توی تو ناموس خونم، تو خونه که مادرم هست، خواهرم هست، زنم هست، پدرم هست، بالاخره خونمه دیگه. چرا من باید در واکنم هر کسی بیارم؟ آلمانی میده در خونش، در خونش رو بنزه یک دهم صورتش باز میکنه، لپش هم پره، اینجا پپ پپ داره کوف میکنه سوسیس آلمانی رو، بعد میگه چیه؟ مثلا یه جور بهت میگه چیه، مثلا تو با اصله اومدی بکشیدش، مثلا میگه پیشگوشتی داری، امردسی داری، شاکی هم میشه که آخه وقت نهار رو قرقرش رو میکنه و میره. و بعضی هاشون هم میگه آخ یه رب دیگه برات میارم، یعنی یه جوری بهت میگه که از صد تا فوش خارمادر برتره. همینه که کشور اینطوری شده، همینه که نیم متر کشور بنزه یه استان ماست میده میشینه بغل دست امریکا، بعد ادعا میکنه. چرا نکنه؟ باید مغرور باشه، چرا نباشه؟ چون مهمون نواز نیست، غریب نواز نیستم. بگذاریم. بچه های داخل کشور، بچه های خوزستان، سیستان و بلوچستان، بچه های بوشه، هرمزگان، خوب گوش کنید، یزد و کرمان، بچه های شیراز، استان فارس، بچه های اصفهان، کوهگلوی و بوی رحمت، ایلام، بچه های چهارمحال بختیاری، بچه های لرستان، کرمانشاهان، همدان، آذربایجان، کردستان، قزوین، زنجان، خوب گوش کنید، خراسان، سمنان، بچه های استان مرکزی، همه به هوش باشین، تهران، گیلان، مازندران، ایرانیا، حاضر و آماده باشید، حاضر و آماده باشید چهارشنبه سوری این کمر بند غیرتتون رو صفر ببندید. یک بار تو 43 سال نشون بدید ملت غیوری هستید. نمیگم نیستید، من بعد میگم بعد خوب و میگم خوب، میدونم چقدر مبارزه کردید، میدونم مقاومت کردید، میدونم چه بلاهای سرتون اومد. منم ایرانی هستم، اهل اوکراین که نیستم که. الان دارم میبینم تقریبا تو یه هفته نشده تمام کشورهای دنیا درشون رو برای ملت اوکراین باز گذاشتن. بعد کشور من از درون به خمینی گفته بودن سرکوب کن، ارتشو بزن، متلاشی کن، درو باز بذار عراق بیاد. ملتت هم به انواع و اقسام بهانه‌های مختلف بگو این مجاهده، این سلطنت طلب، این ساواکیه، این بهایی، این یهودیه، این صهیونیسته، این نمیدونم نجسته، این سنیه، این نمیدونم فلانه، این الاس، این کمونیسته، به هر بهانه‌ای بکششون. فقط فقط ایرونیا رو بکش. از درون خمینی با کمیته‌چی‌هاش و پاسداراش ما رو میکش، از بیرون عراق حمله میکرد. بعد میگفتن که آژیری را که میشنوید علامت خطر است، وضعیت قرمز است، برین تو پناهگاه. بریم کجا؟ برم تو پناهگاه بتول؟ کدوم پناهگاه؟ بعد شدن پدر سوخته ها سر خیابونا چیز گذاشته بودن، با این یارو چیزها هست، مقواها درست کرده بودم پسوی پناهگاه. حالا پناهگاه کجا بود؟ مسجد. من برم تو مسجد؟ مسجد پناهگاهه؟ گفتن آره، آخوند مسجد محل ما میگه خمباره بیا به مسجد نمیخوره. خدایا صد هزار مرتبه شکرت، چنان خورد دیوار مسجد ریخ پایین. بعد نمیشه بودم به علت تعمیرات تعطیله، تا روزی که من از ایران اومدم بیرون تعطیل بود. مسجد خمپاره خور نیده بود. به هر حال مردم خودتون رو نجات بدید، بیاید و تکلیفتون رو روشن کنید، برای یک بار و آخرین بار نشون بدید که اومدید برای براندازی. بس دیگه، بیایم تو خیابون سه روز چهار روز مثل کشاورزای اصفهان. کشاورزای اصفهان اون شبی که ریختن خیمه هاشون رو به یاد خیمه حسین آتش زدن، اگر همون آتیش رو بر میگردودن تو شهر، امروز ایران آزاد شده بود، الان شاهتون تو ایران بود. خوب گوش کنید بهتون چی میگن. اون موقعی که اومدید توی اهواز واسه جریان رود کارون، اگر شیراز و اصفهان همون اطراف حمایت کرده بود، از اصفهانی ها کی حمایت کرد؟ یکی دوتا شهرهای اطراف، بچه های یاسوج و یکی دوتا دیگه.
وقتی اهواز بلند شد کیا حمایت کردن؟ ایزه و چه بودم اندیمشک و شوش و همین یکی دوتا اطراف، اون کل استان خوزستان باید بپا میخواست، کل استان خرمشهر و آبادان. اصلا انگار نه انگار که نگاری داشتم مثل تو یار خوزستانی داشت. کازرون به خاک و خون کشیده شد، فسا، لار، جهرم، شیراز خفقون مرد گرفتن. دروغ میگم؟ سراوان به خاک و خون کشیدن مردم بی دفاع سراوانو، بچه ها رو زدن کشتن، زن و مرد رو زدن کشتن. زاهدان، زابل، چابهار، شهر سرباز، خاش، ایران شهر خفقون مرد گرفت. دروغ میگم؟ مشهد تکون خورد، بقیه خفه شدن، هیچی هیچ کسی هیچی نبود. تهران اومدن بچه ها، چند تا جوان اومدن تو این مترو، ایستگاه مترو شعار دادن، بقیه وایسته دادن کنار اون بره نگاه میکردن، یعنی ما با اینا نیستیم. خب آقا جان، به قول آلبانی ها میگن از هیچی هیچی نمیاد، فنیت کم نیست، از هیچی هیچی نمیاد. دستی که خالیه، میگن این دست مو نداره، کف دست مو نداره، میگه بیا بکن، بابا مو نداره، از هیچی هیچی در نمیاد. تا تکون نخوری چیزی نمیشه، تا بلند نشید بر علیه رژیم تعارف هم نداریم، کشته ندیم زخمی ندیم. ما که خانقا داریم کشته میدیم، ما که خانقا هر روز تو خیابونا شاهد کشته شدن جوانامون هستیم، یا خودشون مثل خلوچلا با غم دارن هم دیگر میزنن، یا از اعتیاد توی خیابونا افتادن، تو جوا افتادن، بدناشون کرم زده، یا به هر حال خودکشی میکنن. کشته که داریم میدیم بابا، مرگ یه بار، شیونم یه بار، کارو تموم کنید مردم. منتظر رهبرم نباشید، رهبر نیست. کلاغ ها رهبر نیست. تموم شد. این مرد، این پادشاه ما در تبعید است. اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم، به روح مادر پدرم اگر من بخوام به جنبه طرفداری از ایشون این حرفو بزنم، به خدا اگه بخوام مالکشی کنم، به خدا اگه بخوام این ورکی حرف بزنم، من اعتبار کلاممو برای شخص خود خدام از دست نمیدم. حالا تو هر فکری داری برو بکن، برای خود خدا. این مرد دست و پاش بسته است، هیچ کاری نمیتونه بکنه، میخواد بکنه نمیتونه. یه موقعی هست یکی میخواد یه کاری بکنه نمیکنه، این بهش میگن نامردی، خیانت. یه موقعی هست من میخوام یه کاری رو بکنم ولی مخصوصا نمیکنم، من دارم به تو خیانت میکنم. یه موقعی هست میخوام یه کاری بکنم نمیتونم، تو توانم نیست، این دیگه بهش نمیگن خیانت و تنبلی، نمیتونم، میخوام کمک بکنم نمیتونم. این مرد نمیتونه کاری کنه. برادرشو کشتن، بهش کارت زرد دادن، از زرد بالاتر بهش نزدیک قرمز دادن. راحت هر کس میخواد هر چی بگه، سرمو بذارین زیر گیوتین بهتون میگم، کشتن برادرشو، خواهرشم کشتن، پدرشم کشتن، جلو چشمشم کشتن. بهشون هم گفتم باید بگی خودکشی کرده. بابا دیگه به چه صراحتی بهتون بگم؟ نمیذارم. ایشون اجازه ندارد اونطوری که باید انجام وظیفه بکند میکن. بعضی موقعی که گریز میزنه من چهار ستون بدنم میلرزه، میگم رفت، پارو ایشون گذاشت اون ور خط قرمز، رفته وسط مین. حرفایی که ایشون، فرمایشاتی که ایشون در طول به ویژه این چهار سال اخیر کردن، خدا شاهده خیلی تا الان خدا نگرشون داره قصر در رفتن. بابا بفهمی دارم بهتون چی میگم. فراخواناشون هم دادن، حرفاشون هم زدن، ما نمیفهمیم مقصر ما این، فرسنده داره کار خودشو میکنه، گیرنده وضعش خرابه. حالا یا گیرندمونو زدن خراب کردن، یا ما دستی خودمون داریم گیرنده خودمون رو خراب میکنیم. چشمتونم بردارید از خارج از کشور، همشون مأمورن. بابا روزی چند دفعه من اینو بهتون بگم، مأمورن، همشون مأمورن.
هیچ کس دل به حال شما نمیسوزونه. به شرافت بشری سوگن اگه یک دونه از اینا خواهان براندازی باشه. آخه من دیوانن اینا براندازی بکنن کالیفرنیا باشه، بیاد کجا؟ بیاد تو تهران تو خرخره بره تو میکروب و ویروس تو باکس. هر کدوم از ما برگردیم اینا یک سال اول ما حالمون بده، یک سال ما اونجا فقط باید هر روز بریم زیر سرم. چرا تعارف کنم؟ من رفیق من نشست تو ماشین گفت بیا بریم دلت واسه خیابون پهلوی تنگ شده بهت نشون بدم. من خیال کردم داره میدون راهن سال 1350 رو به من نشون میده. این چه خیابون پهلوی بود؟ وسط خیابون جدول کشیدن، اصلا ساختمون انقدر ساختن شمرون رو نمیبینی، تجریش رو نمیبینی، چهار تا پنج تا درخت این ور چهار تا پنج درخت. اصلا من مونده بودم این من خیلی داره تو بمبئی رانندگی میکنه، موتور بغلت رد میشه، ماشین میاد در رو سرت رد میشه، اتوبوس اصلا خر تو چمن خیلی خوبه. بعد شما خیال کردین اینا کالیفرنیا و سان فرانسیسکو و سان دیاگو و لس آنجلس و نیویورک و نمیدونم پاریس و پاریس و لندن و اینا رو میذارن بیا مثلا به تهران مثلا بره چی بره تجریش بره لبو بخوره بره گردو بخوره کوکر. اصلا دیگه گردوی در کار نیست، اقدس دیگه در کار نیست، اصلا اون تهران نیست، نه آدماشون آدما نه شهر اون شهره. خب در گوش خودم هم میگن دیگه، یعنی آقا تو فقط دلتنگی بخاطر که سی و اندی سال نرفتیم. ما هر کدومون یه سری رفتیم زیارت کردیم اومدیم، دلت میخواد برای چی تنگ باشه؟ برای رفیقایی که دیگه نیستن؟ برای معرفتی که دیگه وجود نداره؟ من دلم برای چیه تهران تنگه؟ برای بچه های تهران که دیگه نیستن؟ برای رفیقای قدیمیم که دیگه نیستن؟ برای معرفت خاص بچه های تهران که دیگه وجود نداره؟ برای امجدی پیر که داغونش کردن؟ برای اون پرسپولیس و تاجی که من میشناختم؟ برای سینماهای فردین و ناصر ملک موتی؟ برای لاله‌زار قشنگ؟ برای چیه تهران من دلم تنگ باشه؟ تازه الان بیام مستقیم باید برم بیزاره برم اولا سر خاک یه جماعتی که اون تو خوابیدن، مادر و پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگ و زندایی و عمو و همه اون تو خوابیدن، یه ما باید برم اونجا فقط تو ماچ بکن و ماچ بکن دارم. بقیه هم همین، اینا هیچ کدومشون به فکر براندازی نیستن، فقط به خاطری که مایه تیله میرسه. بابا بفهمید بهتون چی میگم. در اروپا و امریکا شما اگه سازمان بزنید به اسم حقوق بشر و بگی من برانداز نیستم، بهت مایه تیله میرسه. من یک آدمی که اینجا نشستم منم میتونم این کارو بکنم، مخصوصا الان که دیگه شدم قهرمان خوشبختی. مایش یه وکیل با 5-6000 دلار پول و یه 3-4 ماه دوندگی و وزارت کشور بهت یه چیز میده، یه پرونده پروانه میده، میگه حزب میهن پرستان دبیر کل یعنی بنده رضا احمدی، بعد یکی دو نفرم به عنوان مشاور و اینا، یه حساب بانکی هم باید بهشون بده که هر چی پول میاد این تو از این تو میره به این باشه، نه حساب بانکی شخصی خودم، در تو اونم باید کنترل کنم. تموم شد. من شدم دبیر کل حزب میهن پرستان. همین. بعد هر 5-6 ماه میرم اونجایی که باید برم، یعنی خودشون میان سراغم. میان سراغم میگن داد و بیداد نکن، اون عکسارم بردار. این کلمه پهلوی رو یه قرص بنداز بالا، قرص زده پهلوی. دیگه این کلمه رو استفاده نکن اینا. حالا فعلا این سیتا رو داشته باش. اول با سیتا شروع میکنم، یه سیتا 40 تا اول بهم میدن. بله. بعد تو دفتر من مجانی کامپیوتر این چیز میز میارم واسه میکنم. بعد یه چش بهم میذارم، یه دو تا سه تا از اون خوشگوشتاشم گذاشتم بغل دستم که ماساژم بده. حالا میخواین باور کنین میخواین نکن. چش بهم میذارم میرم نشستم دارم با بنگاه لجن پراکنی بی بی سی دارم گفتگو میکنم به عنوان کارشناس مسائل جغرافیایی تاریخی هندی فلفلی. این خوبه؟ میگم آره این خوبه، درشتی. حالا من چقدر باید احمق باشم؟ مایی سی تا، بعد میشه هر سه چهار ماهی 50,000 تا، بعد یهو چشم هم میزنم اینا عوض زندگیم عوض شد و خونه یو یه پام کاناداست، یه پام کنفرانس میذارم در لندن، بعد یه اون دور برام 7-8 تا نشستن. آی دکتر همین الان اگه به من نمیگید استاد، حالا حسابشو بکن من بشم دبیر کل، حتما دیگه میشه آقای استاد یه چیزایی مثلا داد به خدا. در همین سادگی رضا احمدی 4 کلاس اکابر میشه دبیر کل حزب میهن پرستان، استاد، جنرال، دکتر، مهندس، اقا مهندس. اینا همینن، دیپلم هم ندارن،
اگر داشتن میتونستن 5 دقیقه رو حساب و کتاب حرف بزنن، صغرا کبرا نچینن. اونام که دفتر تحکیمیان اومدن، اونا هم ادبیات اونوریا رو بلدن که به دل شما ها میشینه. پن ایرانیست هم که خارج از کشور را انداختن بازیه، بازی بازیه. پن ایرانیست، پن ترکیست، پن عربیست، زیر نفوذ انگلیسه. اینا همون نئونازیستان که هر موقع دوست داشتن تو خاورمیانه جنگ را بندازن. همین خاورمیانه، خاورمیانه که دارن میگن چرت پرت دارن میگن. یعنی چی خاورمیانه؟ کی اومده اصلا همچی لغتی رو گذاشته؟ خاور دور، خاور میانه، خاور نزدیک، خاور بغل. چرا؟ چون انگلیس مترو برداشته میگه من مرکز دنیا، حالا متر میکنم، هر کس از 60 متر اون ورتر باشه میشه شرق، 50 متر این ورتر باشه میشه غرب. اون داره شرق و غرب دنیا رو تنظیم میکنه. اون با نقشه روی کره زمین کاری نداره، اون با کره، این کره که گرده کاری نداره. اون میگه مثل مولا نصرالدین، مولا نصرالدین وایستاده بود، بعد یکی دو نفر اومدن پیشش گفتن که مولا خود چیز بود دیگه، به اصطلاح اندیشمند بود، دانشمند بود. گفتن مولا مرکز زمین کجاست؟ با همینجا. گفتن تو ها کجا میدونی؟ کو کار نداره، متر بکش، متر بذار، متر کن برو بی مرکز زمین اینجاست. من همینجا که واسه مرکز زمین، انگلیس مرکز زمین رو میگه لندنه، برای همین ساعت جهان رو با اون میگه با اون یارو گرینویچ چی با اون بیاین تنظیم میکنی. اون یارو برج زهره ما رو گوشت اونجا دلینگ دلینگ میگه 12 ظهر اینیه که من میگم. یادتون میاد مجید تو سوت دلام؟ مجید میگفت تقویم تقویم آقام، ساعت ساعت آقام، عید عید آقام. یه تقویم داشت مال زمانی که پدرش مرده بود، هنوز که هنوز مثلا نوشته چهارشنبه پنجم مثلا شهریور، حالا الان همین الان مثلا پنجم شهریور جمعه بود، بعد هر چی بشونن بابا امروز جمعه است، میگن نه تقویم تقویم آقام. لندن هم همینه میگه، میگه ساعت ساعت منه، تقویم تقویم منه، من اینجا میگم کی ساعت 12 ظهره، تو حالا برو بگو یه ساعت عقبم یه ساعت جلو، من تنظیم میکنم زمان رو در جهان. وقتی که بوریس جانسون اعلام میکنه پوتین، پاکت میکنیم، پاکش میکنن، این یک راه بیشتر براش نمونده، دستشو بذاره رو دکمه قرمز. یا باید خودشو تو کرملین آویزون بکنه یا دنیا رو باید آویزون کنه، چون تموم شد. انگلیس چکش رفتن این زرد تموم شد. من میدونم چه نقشه‌ای برای کشیدن، تموم شد. اصلا نقشه رو کشیده بودن که کشیدنش تو بازی، و این احمق هم اومد تو بازی. به هر حال چهارشنبه سوری بچه‌ها، آغازی است برای پایان. عرض نکردم شب چهارشنبه سوری تمومه؟ آغازی است برای پایان. چهارشنبه سوری میریم دیگه، میریم که یا بمیریم یا ایرانو نجات بدیم. با این نیت بیان تو خیابون، دارم هم بهتون میگم اگر با چنین نیتی نمیان تو خیابون نیایید، چون کار دیگران هم خراب میکنید. 10 تا سرباز میهن پرسته از جان گذشته بهتر از 100,000 علاف تو خیابونه. دنبال سیاهی لشکر نباشید، دنبال بابک باشید. وقتی بهتون میگم 999 تا رضا احمدی پیدا کنید، این تعریف از من نیست، راحت بهتون بگم. من اگه 999 تا مثل خودم با همین خصوصیات، بد یا خوب، همین با همین سواد میشناختم، مرده و زنده یا آخوند میاردم جلو جوجه کبابشون میکردم. من پیدا نکردم تو 34-5 سال. چرا دروغ بگم؟ نکردم. 999 تا آدمی که دنبال پست و مقام نباشه، تا پای شاهرگش، پای پادشاهش بیسته، بگه خدا یکی، شاه یکی، میهن یکی، جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، فقط شاه، حرف حرف شاهه. من دنبال این سربازا میگردم. 999 تا کسانی که وقتی که رگش بزنه، این خونش بزنه زیر سقف، بزنه جاوید شاه. 999 تا آدمی که صبح چشمش وا میکنه بگه خدا یگان به نام تو روزمو آغاز میکنم، شب که میخوابه بگه خدا یگان به نام نامی تو به خواب میرم که تو رو در خواب ببینم. 999 تا شاه پرست، 999 تا آدمی که فقط روبرو رو نگاه کنه، پرچمو ببینه، ایرانو ببینه، شاهو ببینه. 999 تا آدمی که
بگه خدا شاه میهن شعار من است، رضا پهلوی پادشاه من است. 999 تا سربازی که بگه اگر هیچ کسی شاه پرست نیست از نظر من میهن پرست نیست، شعارش این باشه، فرمولش این باشه. 999 تا آدمی که از فوش نترسه، که یه مش چمدون کشه داریوش ناهمایون بهش فحاشی بکنن، جا نزنه 4 تا بچه بسیجی بهش فوش میدن، جا نزنه 4 تا تن لش سخت چتی بهش بده ویرا میگن. 999 تا آدمی که از جونش بگذره، یعنی اینا، یعنی فوش واسش مربا و عسل باشه. 999 تا آدمی که زده باشه به سیم آخر بگه دنیا مردنه پس با افتخار بمیرم. هستید 999 تا همچین آدمی با این مشخصات هست؟ اگه هست ای والله این گوی و این میدان، دمتون گرم، دستتون رو بزنید تو دست من، هر جام بگید میام. هر من بدونم 999 تا رضا احمدی تو ایران هست، ناموس و شرف ندارم اگه نیام تو تهران بغل دست شما. میگه به چه زبونی بگم؟ نه نشم، نه حشیش کشیدم، نه تریاک کشیدم، نه عرق خوردم، نه جوگیرم. خدا رو شو 4 سال اینجا دیگه اصلا سنم از جوگیری گذشته. 999 تا آدم شجاع، 999 تا آدمی که بگه من میرم تو خیابون بابکوار و میخوام جمهوری اشغالگر اسلامی رو بلایی به سرش بیارم که بیاد کف کفش ایرانی ها رو بریسه. 999 تا تو آذربایجان که بره تفنگ ستارخان و بره تفنگ باقرخان رو برداره سوار اسب بشه بگه برو بریم برای نجات ایران، برو بریم تهران رو فتح کنیم. 999 تا انسان شریفی مثل بی بی بختیاری، اون بانوی شریف، خجالت بکشید لورا بختیاری ها. اون منطقه غرب ایران رو میدن. 999 نفر پهلوان کرمانشاهی که بیان تهران رو فتح کنن. 999 تا گیل مرد، 999 تا بچه های غیور طبرستان، 999 تا یادگاران فردوسی بزرگ ابو مسلم خراسانی، 999 تا رئیس علی دلواری، 999 تا انسان جسور، 999 تا بابک، 999 تا رضا شاه نبود؟ ایستگاه غیرت نبود؟ ایستگاه شجاعت نبود؟ ایستگاه مردی و مردانگی نبود؟ تو لس آنجلس این ایستگاه ها همش تعطیله تا بگه ایستگاه بی‌ناموسی، آقا نگه دار اتوبوس خالی میشه. دور از جون 4-5 داشت. جناب مهندس لطف موعد بفرمید شماره 1، دستتون درد نکنه، چهارشنبه سوری نجات بدید خودتونو، نه منو، من ایران نمیام. مطمئن مطمئن باشید اگر 80 میلیون امضا کردید من بیام، میام که فرش قرمز بنزی زیر پام. پس بدونید من برای خودم چونه نمیزنم، بهتونم اولش گفتم، نه دیگه اون ایران ایرانه، نه من دیگه اون رضام برای اون تهران. خودتون رو نجات بدیم، از ما که گذشت، ما جوانیمون رو چال کردیم. جناب مهندس بریم شماره 1 و لطف و محبت بفرمایید.
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. باری کلا به بچه ها، تا چهارشنبه سوری بچه ها تو سراسر ایران هر جا که پادا تو اتوبوس تو خیابون بنویسید چهارشنبه سوری قیام سراسری، چهارشنبه سوری رستاخیز ملی، چهارشنبه سوری به پاخیزی، هر چی دوست دارید بنویسید. چهارشنبه سوری آغاز کنید برای پایان دادن به تمام مصیبت ها. بس دیگه اینقدر قیافه این شپشوها، این یق شپشوها دیدن. جدا مردم من یه سوال دارم، حالتون به هم نمیخوره از صبح میاید قیافه این تن لشا رو تو خیابون میبینی، این نیروهای انتظامی با اون دک و پوزشون خانم فروشا، حالتون به هم نمیخوره این زنا رو اینجوری تو این چادر میبینی، مثلا میگه خواهر حجابت ببر بالا، نمیدونم تشه بیار پایین، حالتون به هم نمیخوره شب میشینید مجبورید تا بخواید این تلویزیونتون گرم بشه و تشریف ببرید فیلم های سریال ترکی نگاه کنید، برخواد یه دستتون این دکمه بخوره قیافه علی شیره ای رو ببینید، اون دستمال مستراح رو بسته دور گردنش مال فلسطینی ها، قیافه اینا رو حالتون به هم نمیخوره 42 ساله مثلا علم الهدا رو ببینید. به خدا قسم، به خدا قسم، علم الهدا تنها کاری که میتونه بکنه، یعنی تنها چیزی که واقعا برازنده شه بکنه، در همون محله معروف تهران با علی شیره‌ای بشینن، مسعود کیمیایی و اسفندیار منفجرزاده هم اونجا، چون اونجا زیاد رفت آمد میکردن، موزیک مد زیاد میساختن، این دوتا بشینن جتون بفروشن. چرا دروغ میگی؟ علم الهدا و علی شیره‌ای، چرا دروغ میگی؟ بعد این بشه رهبر، بعد اون بشه یل خراسان، یعنی کاش که یه جوری بود مثلا یه آمپولی میزدن ابو مسلم بلند میشد از خواب، تمام خراسان رو به خاک و خون میکشید، میگفت عجب خریتی کردم من که برای شما آتش افروختم. کاش که یه جوری بود بابک بیدار میشد تو آذربایجان، فکر میکنم میرفت به پوتین میگفت جون بچت یه دونه از اون بمبای اتمات به من بده من بزنم وسط آذربایجان. کاش که ستارخان، یپریم خان، دیگه باقر خان، کاش که یکی از اون سران مشروطیت رو میتونستیم بیدار کنیم. خدا شاهده با وسایل کنونی امروز همه رو به رگبار میبست به تبریز و این بر اون بر. به خدا. خب مگه میشه تو از ستارخان برسی به این قوم آذربایجان بیه تو خیابون بگه ستارخان فردا میریم به تهران؟ خودم براتون پخش کردم. بعد سر زور ساعت 12 که شروع که حالا بریم خونه کوفتمون رو بخور. نمیدونم من توقعم زیاده، نمیدونم خودم هم یواش یواش دارم قاطی میکنم. تینا رزم عزیز ما از آلمان $20، دست درد نکنی تینا جان، خیلی ازت ممنونم. سوزی بانو سوزی هم $25، خیلی ازت ممنونم، لطف محبت کردی سوزی عزیز، $25 سپاس از شما. دیار از اهواز $50، دست درد نکنه دیار. بچه ها میگم از اهواز، حالا اینه که تازه داریم ما نگاه میکنید، نه که جدی از اهواز و خانوادش در اروپا خارجان دارم میدن، نه که جدی از اهواز پول فرستاده. دیار از اهواز $50، دست درد نکنه، درود به شرفت، خیلی ازت ممنونم. فرود از دانمارک با جاوید شاه و جاوید سلسله پر افتخار پهلوی $20، دست درد نکنه. فرود از دانمارک، خیلی ازت ممنونم. میهن شاه، دمت گرم، ای والله میهن شاه، واقعا میهن یعنی شاه، شاه هم یعنی میهن، زنده باشی میهن شاه. $70، خیلی ازت ممنونم، دست درد نکنه. بچه محل نوید افکاری، روان نوید عزیزمون شاد، هیچ کس دیگه از یادی ازش نمیکنه، زیر پیکرش چقدر سینه زدن نونشو خوردن تو خارج از کشور، ای تو فون شرف نداشته تو. بچه محل نوید افکاری $100، پهلوان بود روان شاه، ای داده میده. هوشنگ، آقای هوشنگ هم از کانادا لطف محبت کردن $150، با درود به بچه های ایران آریایی و با درود به خاندان پر افتخار پهلوی، دست درد نکن آقای هوشنگ عزیز ما از کانادا $150، خیلی ازت ممنون. بچه ها تو خارج از کشور و داخل کشور میهن پرستان دارن کاراشونو میکنن، دارن وظایفشونو انجام میدن، کمیم فعلا همینه، اگه اینم نداشتیم چی؟ امکاناتو ازمون گرفتن، من هر بار بیام اینو بهتون میگم، رادیو تلویزیون ها دست چپ جهانه، اینا هم که به خودشون میگن ما مبارزیم دروغ میگن، اینا علاف سیاسی هم. یارو باباش تو لندن داره سکه جمهوری اسلامی میخره میموشه، با جمهوری اسلامی در ارتباطه، من نمیگم من تو لندن زندگی نمی کنم،
همرزماش میگن، رفیقاش میگن، میگه من دبیر کلم، یعنی بود تعویزش کرد که خودش مجددا 50 سال دیگه میشه دبیر کل. خب اینا هیچ کدومشون اهل براندازی نیستن، همشون به دلیل اینکه امکانات بهشون دادن حزب دموکرات آمریکا یه بخشی رو گرفته. بذارید من یه داستانی رو برای شما بگم. چند وقت می‌خواستم اینو بگم، همین الان یادم افتاد اینو بهتون بگم. اما قبلش اجازه بدید جناب مهندسون شماره 3 رو لطف مبارک بفرمایید. اینا بچه‌های اتریشن، تو سرما تو گرما رفتن دارن اعتراض میکنن به این جریان برجام. چی از تو برجام اومد بیرون؟ به احتمال خیلی قوی یادتون میاد، بهتون گفتم یادتون میاد، گفتم از اون نمد برجام هیچ کلاهی سرتون نمیاد، هر چی بشه به نفع رژیمه. سپاه ضد ملی پاسداران و علی شیره‌ای رو میخوان از توی لیست تروریست بیارن بیرون، حالا آوردن بیرون، میخوان خود هدف اینه، هدف اینه که یه باجی به جمهوری اسلامی بدن که علی شیره‌ای مجددا مسلط بشه به پولایی که دزدیده از سر سفره ملت فقیر شده ایران تو اتریش و سوئیس تو آلمان و فرماندهان سپاهشون هم توده. حالا چی؟ نه که پولا که بلوکه شده آزاد بشه بره تو جیب علی شیره بیاد مثلا برای شما نون و گوشت بیاره سر سفرتون، نه، پوله رو برسونه به حزب الله که الان داره فشار میاره. الامام خامنه ای المدتیه، المایتیله نیومده، برای همینه که المدتیه ما الموشک و الراکت نفرستادیم بر سر الیهودی ها. خلاصه علی ملی بیلی چیز میزی، خلاصه هرکی هرچی دستش یه چیز محال بده اینجا تو فلسطین بیکار نشستیم داریم تخمه میشکنیم. الان چند وقت شما راجبه حسن نصرالله نمیشنوی، درسته تقریبا یه 3-4 ماهی 5 ماهی میشه، 6 ماهی میشه، آره یه 4-5 ماهی میشه نشنیم گردن کلوت گردنشو دور از جونه یابو تبرم نمیزنه، سرسدا باید باشه، همش دوربینا همینطوری زوم نمیشه فقط رو کیه، اونجا هم یه شلوغ قلوغی باید باشه، بس اسرائیل دو مرتبه فراموش بشه، نعوذ بالله بگم یا قل هو الله بگم، پول باید برسه، این باید چند منزه پول رو در بیاره. چرا؟ چون آقا جان کارخانجات اسلحه سازی لواشک که نمیخواد تولید کنه، قرقرود که نمیخواد بفروشه، این باید بمبی که درست میکنه، فشنگی که درست میکنه، راکتی که درست میکنه، این باید برن آزمایش بکنن بزن تو سرکله یه ملتی. پوتین دیگه بره کجا وسایلش آزمایش بکنه؟ بهش گفتن آقا ما میدان بزرگی میخواد، آقا این اوکراین خدمت شد، ما تو سوریه آزمایشامونو کردیم، در جنگ اول همین چیز علی تعیزی میرفت میشه تو صدای آمریکا میگه جنگ اول خلیج، جنگ دوم خلیج، بعد به کردی میشه به کردی میشینه بدترین فواشر به شاه مملکت میکنه، تو کانال تلگرام گوشم برید نگاه کنید تو صدای تویله آمریکا. خب اینا میدون میخوان، امریکا وسایلشو آزمایش کرد در افغانستان، در عراق، در لیبی. خب این فقط نمیتونه اسلحه بسازه بعد بره تو سرای آریزونا ماکت درست کنه و تلق بزنه بگه نه همچی خوب نزد یارو رو وسط نصف کرد، این باید راستاسی بزنه تو شکم یارو، تو شکم ساختمون، میخواد ببینه وقتی این میره تو ساختمون چجوری ساختمون میره پایین، از اون بالا اون بمب خوشه‌ای رو میندازه بعد این تبدیل میشه به 200 تا بمب، بعد این وقتی میخوره این اثراتش چیه، چی رو له میکنه، این میزان تخریبش چقدره، من باید یه شهری مثل ترابلوس رو بزنم مردو زنده شه به جلو چشش، من باید اینو ببرم رو بغداد، اون چیزا هست هواپیما هست مثل خفاش سیاهه که وقتی میاد روی شهر انگار ابر اومده، ابر گرفته شهر رو، میگن هیچ راداری هم نمیگیرتش، راستی هم میگن اصلا خلبانه هیچ جلو رو نمیبینه، جلوش 5 متر آهنه، اون کاپوتش خیلی درازه و همش کامپیوتره. خب این وقتی از اون بمب از اون بالا میندازه، این باید بفهمن این کجا خورد، میزان تخریبش، درصدش، نمیدونم اندازه گیریش، قشنگ گفتن بزن دم کاخ صدام حسین، قشنگ خورد دم کاخش یا خورد مثلا به خود کاخش، نزنی لوله های نفت و سولاخ کنی یا ما اونو لازم داریم، بلون بلون شده خلبانه ابله، بعد روی خلبانه 5 سال 10 سال روش کار شده، حالا تازه باید بری امتحان پس بدی، خب اینا باید بره حکاور دارن دیگه، دیپلم باید بگیره. خب حالا حزب الله بیکار نشسته، اسلحه میخواد، اسلحه ها کهنه شده، علی شیره پولا رو بردار حالا بده اونجا، خب من برم اکی اسلحه بخرم؟ خواهش میکنم، من و شما نداریم، دور میزنیم میای یونان، از یونان میای به طرف ایتالیا، تو دریای مدیترانه شنا میکنیم، میای یوگسلاوی، میای لهستان، اصلاً دویل میگیرم اون مسیرم برمیگرد، همش هم بارنامه داره، چی داریم دوغ آبلی جابجا میکنیم، خر تو خر است.
خودتون رو نجات بدید ملت. جناب مهندس بریم شماره 3 رو لطف کنیم. ممنونتون. درود خدمت رضا احمدی عزیز و آریان وطنخواه. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه. لعنت بر مصدق و مصدقیان، لعنت بر حزب توده و خائنین خبیث. ما سربازان مشروطیت از شهر شاهرود پشت اعلی حضرت وایساده ایم و تا اعلی حضرت رو بر نگردونیم ساکت نمی نشینیم. لعنت بر مصدق. اینم یه تودهنی بر همه یابگویان و مشروطه نماها. دیسکو اتوبوس شهر شاهرود. با عرض درود خدمت تمام سربازان میهن و سرباز وطن رضا احمدی عزیز، از شمال تا جنوب و از شهر تا غرب، از آبهای نیلگون خلیج فارس تا دریای کاسپیان، از کشور گویش ها، من یک آذری، یک کرد، یک مازندرانی، یک سیستانی و بلوچستانی، یک مشهدی و سمنانی، یک اصفهانی و شیرازی، یک همدانی و ترکمن، یک کرمانی و تهرانی، یک قوچانی و شاهرودی هستم. من یک ایرانی ام و از نژاد آریایی ام. دین و کیش و آیین من ایران من است. من سرباز مشروطه هستم. من و ما سربازان مشروطه داخل این مرز و بوم خواهان بازگشت پادشاه اعلی حضرت سیروس رضا شاه دوم پهلوی سوم هستیم و باشد که زیر پرچم مشروطیت و قانون اساسی پادشاهی پهلوی زنده و جاودان بماند. جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید. خاندان پر افتخار پهلوی. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. تا حالا چند بار من پیام این جوان از شاهرود شنیدم. این از اون بابکاست. از اینا کم داریم. نمیشناسم ایشا خدا شاهده. تو تلگرام میاد برای من پیام میزن. همچین مشخصه. من حسش میکنم. از اینا کم داریم. بسید یه چیزی بچه به شما بگم. ببینی میاد از من میپرسید که آخه چطوری 43 سال میمونه؟ هنوزم این سوال ها هست. طبیعیه، ذهن آدم رو مشغول میکنه. وزارت اطلاعات جمهوری اشغال، حواستون رو بدید به من ها، قشنگ حواستون بدید به من. وزارت جمهوری اشغالگر اسلامی مأمورین خودش رو در داخل و خارج تقسیم بندی میکنه. اونایی که در داخل داره میشه مصطفی، هم مسترا منظورم، تاج زاده، حیف اسم تاج هم خراب کرده این کسافت زاده، مثل نسرین سیتوده، مثل این نرگس توپول، مثل حشمت الله تریاد زدی، به خودش میگه تبر زدی، حالا میگه چاقو میفه خودم نمیتونه دستش بگیره مرگ نشا، بعد میگه تبر زدی، با تبر سری کیه زدی؟ مثل اون سارق کثافت کلام که با پول ملت ایران بچه‌هاش تو خارج از کشور دارن اشغال میکنن، مثل موسوی و کروبی، مثل بچه اکبر دزده، این زنه که فارزه است، چی چیز زده است، اون پسر گردن کلفت بیناموسش، اینا رو داخل داره. و امثال هم یه مدت کرباسچی رو علم کرده بودن که تیر خلاص رو به تهران اون کرباسچی بیشرف زد. یه ادرم میفرسته خارج از کشور. اینایی که میفرسته خارج از کشور با پرونده میفرسته، یعنی یا مثل معصوم قومی ازشون میاد خبرنگار رو میاردشون باند اصلاحات رو روشون کار میشه. همینطوری مثلا نمیاد بگه شیر یا خط بندازه بگه تو برو، میگه نه این بره. چرا؟ روشون کار میشه. اینا باید یه هر کدومشون باید یه چیزای امتیازاتی داشته باشه. مثلا معصوم قومی وراجه، اینو ولش کنی 4 ساعت واسه، یعنی اگه این تو خونه خدای نکرده زبونم رو خدای، حالا امشب شانس بعد ما اینو برنده تو خواب ما، حالا شانس که نداریم سوفیا لورن بیاد خواب ما، حالا این باشه تو خواب ما سگدره بزنیم تو خواب،
خدا گواهه اگه این بر حسب تصادف تو خونه چند ثانیه با من تنها باشه، من از این بالکن ها آویزونش میکنم پایین. 5 ساعت این واسط ور میزنه، کارش اینه، هنرش اینه، این شغلش اینه. بچه ها برای من یه فیلم فرستادن وسط خیابون زده رو ترمز، این شوفرشه، شوهرشه، نمیدونم یه مردی که میبره بشین برای اون چیز رو دیدم، کوروش رو دیدم تو نیویورک، اصلا الان دچار احساسات شدم. پدر سوخت بازی یعنی حرفه‌ای، حرفه‌ای. اینو باید بفرسه خارج از کشور، این به دردش نمیخوره تو داخل، این خوراک خارجه، شرماور خوراک خارجه، اون نادان، امید نادان، اون خوراک خارجه. این مفعوله رو که نشونده تو چیز توی ترکیه، شاهزاده رضا پهلوی، من نمیدونم چه اینقدر تقلق، این چه اینقدر لق و لوق، این باید اونجا بمونه. مثلا این در حد این نیستش که پاشا ترکیه بیر تا بلغارستان، این باید در همون حد بمونه. اینو اون یکی یک دخترم هست اونجا بیار 4-5 وزن از این تنه لژ اونجو. اینا مامورینشون هر کدومشون تقسیم بندی شده، حواستون بدید به من آقا شنگا. بعد هر کدوم از اینا یه وظیفه ای دارن. شرم‌آور میاد میگه که بله من چون همه میدونن دیگه من جمهوری خواه هستم و چون دیدم شاهزاده رضا پهلوی گفتن دیگه من نمیخوام شاه بشم و جمهوری و آیلاب جمهوری و اصلا گول بدر پادشاهی و فلان، دیدم دیگه چاره ندارم، این سلطنت طلبه هم افتادم به دست پا و گریه و التماس که تو رو به حضرت عباس به داد ما برسه اینا، منم دیگه دیشب هم خواب داییم من نمیدم این چی میزنه با دیشب هم خواب داییم رضا شاه رو دیدم و دیگه چاره ندارم که من میخوام دیگه فدایی بشم و رهبریت سلطنت طلبه رو من بگیرم دستم. این اصلا خوراکش اینه. حالا این چه مواد استفاده میکنه تو این قالب میره، من موندم. معصوم قومی تو اون حاله، اون یارو نادان تو اینه که بیا تاج شاهنشاهی رو مثلا چیز از مردم پرچم زدن به سینم اون تاج بزنه و انگشتر یکی بکنه تو دست کوچیکش بعد یکی بکنه تو بیلاخش، بعد اون ادا اصول رو در بیاره، پایین شورت باشه، بالاش کجل بر باشه، گوت و پیرن و کراوات باشه فلان اینا، اون تو اون مایه است، اون مأموریتش اینه. خب هدف چیه؟ حالا چرا مثلا وزارت اطلاعات مگه مغزش معیوبه؟ خب یه مش تروریست مثل خارج از کشور هم توی فرخزاد و کشور بیا بزن بقیه رو بیاد بزنه بکشه. نه خب تو نمیتونه یه جماعت رو یه میلیون آدم رو بکشی که. وزارت اطلاعات فرقه تبهکاران که دوره های مختلفی در کره شمالی، در لیبی دوران قذافی، در دوران شوروی و هم در دوران روسیه و در ونزوئلا اینا دوره دیدن، در کوبا، در چین اینا دوره دیدن، هر کدومشون، یکیشون مخصوص ردیابیه، یکی مخصوص آدم رباییه، یکی مخصوص گوش کردن استرانسم میگن چی میگن اینا استفاقسم میگن چی آقا ما یاد نمیدیم لغتو، یکیشون مخصوص این کاره، یکی مخصوص فیلم برداریه، یکی تو خونه مردم دوربین بذاره، یکی مثلا بگه من نمیدونم میام براتون ماهواره واسه حالا نه دور از اون بچهای که این کارا رو میکنن شک نکنید به بچهای مردم، یکی میره مثلا میشه راننده تاکسی، یکی میشه نونوا، یکی میاد مثلا هر کی رو تو یه جایی میرن تعلیمش میدن. یه سری هم مخصوص خارج از کشورن. چرا مخصوص خارج از کشورن؟ به دلیل اینکه خارج از کشورم خوراک تبلیغاتی میخواد. ما هم اینجا بیکار نشستیم. خب ما اینجا نشستیم اگر اینا این جونورا نباشن، خب شما حسابش کنید این همه بچهای مبارز میهن، واقعا مبارز میهن پرست خارج از کشور، خب وقتی این همه انگل دور و برمون نباشه، وقتی لگن فروش دوز با تمام مخلفاتش نباشه، با تمام اون طویله بی اعتبارش نباشه، یه دقیقه بشین گوش کنید قشنگ، لگن فروش دوز رو با تمام اون طویله بی اعتبارش تعطیل کن، اصلا نیست. یک، این یکی که اسم پارسو خراب کرده این نیست، این دوتا، یعنی جونوری به اسم علی منقلی نیست، این دوتا. در لندن جونوری به اسم یارو جیمرد که مزدور اجاره‌ای، این یارو ساربون تریاکی، اینم تریاک میگشید تو دفتر روزنامه نمیدونست، اینم نباشه، جمشید چاره‌ای نباشه، معصوم قومی نباشه، شما حسابش کنید این علفای هرز دوروبر ما نباشن، من رضا احمدی نصف انرژیم داره برای اینا میره. آقای احمدی برشون، اینا عدد نیستن، وارد بازی من نشید، از داخل ایران کارتون به من نباشه، کار خودتونو بکنید. ما اینجا دعواهای خودمون رو داریم، چون من تو دعواهای شما نمیام تو ایران،
من اونجا نیستم، من نمیام اونجا تو دعوای تو و علی دایی و علی پروین و مهدوی کیا، من اونجا نیستم. من از راه دور میگم اینا همشون مأموره، سر حرف من میمونم. اگه مأمور نبودن نمیرفتن کراوات بزنن برای تو قطر بشینن در مسابقات قرعه کشی شرکت بکنن. اوکی، حالا اگر اینا نباشن نصف انرژی من از بین نمیره. اون نصفی رو که من دارم روی اینا متاسفانه شوربختانه، نه مخصوصا، نه که چیزی برای گفتن نداشته باشم، که سر اینا دارم این انرژی میدم، تو حسابش کن من تمام این انرژی بیارم بزنم رو شما تو ایران، بحثمون بشه فقط بحث پاک میهن پرستی. خب هر روز من بیام اینجا راجع به فقط جریان میهن پرستی با شما صحبت کنم، خب خیلی کار فرق میکنه دیگه. خیلی راحت تر بعد من با شما میتونم یه دیالوگ دیگه باز کنم، وارد یه بازی دیگه با شما بشم. اوکی، اینا مأموریت دارن در خارج از کشور هر کدومشون بیان یه گوشه ای از این کار رو بگیرن، هر کدومشون هم بدون تعارف دشمنتون رو جدی بگیرید، دشمن دست کم نگیرید، نه برای نه پاخی نیستن، اینجوری با اینجوری با من نمیتونید بحث کنید. اینا هر کدومشون در خارج از کشور، معصوم قومی موفق شده یه چیزی حدود 10 سال یک بخشی از کمپوزیسیون علاف خودش کنه، هر کس بگه نه دروغ میگه، میخواین غرورتون نشکنه. من نه، من واقعیت رو میگم. شرم‌آور موفق شد چند سال همه رو سر کار بذاره، روز شماره شورش 57 رو نوشت، گفت من کتاب نوشتم. عالی جناب سو، خیلی از سلطنت طلبا هم رفتن خریدن، به منم پیشنهاد دادن، من همین الان کتابش هم تو خونم دارم، 10 شایی هم بالاش ندادم، دروغ هم نمیگم، برام مجانی اومد، گفتم چون مجانی بیاد میخونم. یعنی رفیقم بابا مجانی بده، آره مجانی بده میخونم، من پول بالای کتاب با کمال میل میدم، ولی نه به این، مجانی برام اومد، دروغ هم نه. رفیقم هم که برام فرستاده همین الان تو امریکا نشسته داره تو کانادا نشسته داره برنامه هم نگاه میکنه. اوکی، بنابراین اینا هر کدومشون اومدن برای ما یک برنامه گذاشتن. چرا؟ به دلیل اینکه خوب گوش کنیم، هیچ جنگی بدتر از جنگ فرسایشی نیست. اگر حمله‌ای که روسا کردن به اوکراین تا یه ماه و نیم این ادامه پیدا کنه، یعنی بریم توی بعد از نوروز خودمون، بریم توی 10 و 15 اردیبهشت، اینطوری بهتون بگم، خیلی بدجوری میشه. نه اتوماتوما، از کرونا بدتر. یعنی هممون دعا کنیم که یه بار دیگه برگردیم به 3 سال پیش کرونا. وضع اقتصادی به هم میریزه، وضع امنیت جهان به هم میریزه، خیلی چیزا به هم میریزه، جنگ میشه فرسایشی، تخریب زیاد میشه، کشتار زیاد میشه، تقلب میشه، پولشویی میشه، پناهنده میاد تو این پناهنده ها، حالا چه داستانی میاد، یه نوع میکروبای جدید میاد، چون هر کشوری میکروب خودشو داره، هر کشوری ویروس خودش، هر کشوری تو مردمش تو اون مملکت با آب و خوراک و خورد و خوراک و آب و هوای خودشون عادت دارن، اینا با خودشون یه سری ویروس پخش میکنن تو اروپا، خیلی خر تو خر میشه، خیلی راحت بهتون بگم. اوکی، اینا موفق شدن برای ما یک مبارزه فرسایشی درست کنن. تمام درد من اینه، لگن فروش دوز بدون تعارف بهتون بگم، موفق شد چیزی حدود 15 سال یک جماعتی رو سر کار بذاره، هر کم بگه نه دروغ میگه، موفق شد به نحو احسن این کار رو کرد. همین الان علی منقلی همون مسیر رو داره میره، خیلیاتونم مریدشید، خیلیاتونم پای حرفای اینا میشینید، منو نمیدونید گول بزنید، من خودم یک عمر زغال فروختم، شما نمیتونید من سیاه کنید، من خودم ایرونی ام، ایرونی رو میشناسم، همتون پای برنامه‌هاش، پای برنامه همشون، همشون رو دارید میبینید، نمیگم کار بدی میکنید ولی میدونم که میکنید. خب از نظر من تو کار بدیه، نه که کار خوبی باشه، چون دارن سر کارتون میذارن و گذاشتنم و گذاشتن خیلی هم قشنگ، عادتتون دادن، معتادتون کرد، من موفق شدم یه عده رو از این اعتیاد نجات بدم، خودشون هم به من میگن خدا پدر مادرت بیامرزه، ما اعتیاد داشتیم به این. اوکی، حالا گوش کن، هدف نهاییشون که مبارزه رو فرسایشی بکنن برای چی بوده؟ خب اگر من امروز 25 سالم بود، 30 سالم بود بهتر بود، یا امروز 58 سالم باشه؟ اگر پادشاه من رضا شاه دوم 30 سال پیش تو اون سن و سال بود بهتر بود یا الان؟ قوه بنی بیشتری داشت دیگه، انرژی بیشتری داشت.
اساسا وقتی آدم زیر 37 سال زیر 40 ساله تفکرش یه جوری دیگه است، مغزش بعد جوری قلقل میکنه. سن که میاد رو 40, 41, 42, 45 همینطور داری میری بالا، محتاط‌تر میشی، آروم‌تر میشی. چرا میگن سیاستمدار بهتره بالای 50 سال باشه؟ به دلیل اینکه آروم‌تر شدی، پخته شدی، یهو فرمان جنگ نمیدی، نه بلند شو حمله کنیم مثلا بریم مجارستان رو بمبارون کن. سنت میاد بالاتر، آروم‌تر میشی، دنیا رو با یه دید دیگه، دیدی که من امروز نسبت به دنیا دارم آیا همون دیدی که مثلا من 10 سال پیش داشتم؟ نه. آدمایی رو که من 10 سال پیش باهاشون در ارتباط بودم آیا الان اون آدما رو من ببینم هم با همون دید 10 سال پیششون میگم؟ نه. من 20 سال پیش به یه سری آدما میگفتم اینا واقعا خدا، الان فهمیدم هیچ پخی نبودن. خود راحت بتونم مزخرف میگفتم، اتفاقا هنوزم دارم به این مزخرف گویی ادامه میدم. هنوز سر چون بعضی هستن میگن که 50 سال پیش گفتم اینولا خر از گاو من است، هنوزم دارم اینو میگم. خب بالام چون اشتباهی تاکتیکی گفتن، تاکتیک باید عوض بشه، چه تو فوتبال، چه تو سیاست، چه تو 50 سال پیش مثلا فرض بفرمایید فقط قرص و آسپرین بود، بشری با همون قرص آسپرین بمونه؟ واسه همه قرص تو داروخونه ها میرید تو یارو تا سق قرص چیده، بس برای چی چیده اینا رو؟ هر چیزی زمان خودش داره. چون من 50 سال پیش مثلا گفتم که عاشق مثلا فلانی هستم، مثلا هنوزم عاشق فلانی هم، خب عاشق فلان ایدم، نه شخص و مقصودم نیست، متوجه بودی؟ بنابراین اینا فقط اومدن برای چی؟ برای اینکه اینا رو دارم میگم بخاطر سوالایی که میکنید، چرا 40 سال طول کشید و پس چرا ما تکون نمیخوری؟ من بعدی میگم بعد خوبو میگم خوب، این که شما میاد ملت ایرانو با اوکراین مقایسه میکنید، نه این مقایسه نامردیه، ناجوانمردیه. اوکراین تو اروپا است، اوکراینی مسیحیه، اوکراین پشتش فرانسه است. تمام از سه روز آزگار با اتوبوس و کشتی و هواپیما و قطار و اسب و الاغ و همینطوری آدم داره از اوکراین میاد آلمان، تا میرسن گونی گونی به بچه هاشون از این به اسباب بازی ها میدن، بیسکویت میدن، به زناشون لباس گرم میدن، خورد و خوراک میدن، اصلا انگار یارو از خونه عمش رو خونه خالش. من وارد آلمان شدم فوش خوردم و چک و لگت خوردم، هر کی ما رو میدید میگفت آه ازولنده، چقدر مثلا این لغت زشته، اصلا حالش به هم میخوره. ببین چه لغتی هم گذاشتن به زبون آلمانی برای پناهنده، وقتی میگن آزول اصلا خودت میگی یه آدم زودی شدی، اینجوری با ما برخورد نمیشو، اصلا خیلی بدجوری برخورد شد. نمیگم فرش قرمزی رو پاون بندازم، ولی بدجوری برخورد شد. خیلی ها بچه ها خودکشی کردن، خیلی ها در رفتن، خیلی ها برگشت رفتن ترکیه، خیلی از اینجا رفتن سوئد، خیلی مثلا سوئد واسه شما مثلا عرق دم کرد. خب ولی اینا نه، بنابراین ملت ایران درا رو روشون بستن، از پایین خمینی داشت میزد، از بالا صدام داشت میزد، تو زندانهاش سلاخی میکردن، قرار بود ما رو بکشن، قرار بود نسل ایرانی رو از بین ببرن. ما تا الان موندیم خیلی دممون گرم. مگه یادتون رفته 8-9 سال چه بلای سر کردستان آوردن؟ روزی 10 دفعه داشتن مهآباد و سقز و سنندج و مرکز و استان روزی 5 دفعه بمبارون میکردن. انگار کردستان مثلا رفتون داشتن عراق رو بمبارون میکردن. بابا کردستان خودمونه، چه بلای سر بچه های بوشهر آوردن، چه بلای سر بچه های خرمشهر آوردن، توپ 106 بردن گذاشتن توی بندر چیز تو گنبد کاووس. ای آقا اینا تو عیزه طلب هم بی پدر مادر این چه درزه برخورده؟ چه کشتاری کردن تو تبریز؟ چه کشتاری کردن تو مشهد؟ تو تهران را میرفتی میگرفتن میبودن اعدامت میکردن به هیچ جرمی. اصلا جرم فقط این بود که جوانی یه کفش کتونی باته، یه دوزاری تو جیبته، این جرم بود. بعدی شما درها رو باز گذاشتین، بعد میگین اوکراین پاشو بیا، حسن پاشو بیا، خوش اومدید فلان اینا. حالا بنابراین ما توی یک مرحله ای الان قرار گرفتیم، توی یک جریانی قرار گرفتیم که مسئله مرگ و زندگی مونه، مسئله بود و نبود ایرانه. بدون تعارفم بهتون بگم، سر منو بذارید زیر گیوتین رو حرفم میمونم، تمام کسانی که در خارج از کشور به اسم حزب و سازمان و گروه و چه و چه و فعال سیاسی، همشون راحت بهتون بگم 1% خیلی کمی هستن
که شرافتمندانه بدون چشم و داشت دارن خدمت میکنن به پادشاهشون و به مملکتشون، بدون هیچ چشم و داشت. اینو چه دروغ بگه. اما اکثریت بزرگی از اینایی که شما ها جلو دوربینا دیدینشون یا اسامیشون رو شنیدین، مثل اون یادو لات چاقوکش میدون خراسون، مثل این همشون که دارید میبینید حتی به اسم مشروطه چیه دروغ بود، تمام اینا مأمورین سازمان ها و چیزهای اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی کشور خارجی هم، مثل CIA، مثل اینتلیجنس سرویس. خدا گواه اگر روزی روزگاری حرف من به شما ثابت نشد، آزادید، هر چی دل تنگتون میخواد من بگید، هر کار دوستانی مقام کنید، ببین با چه قدرتی بهتون میگید. بسید من یه استراتی بکنم چون وقت اونم داره میره. جناب مهندس لطفا باید بفهمید اینا بچه های اتریش هست، همونه که بهشون فوش میدی، همین دختر خانوم آتوسا با رفقاش با دوستاش تو سرما تو گرما رفتن وایستادن دارن اعتراض میکنن که حق و حقوق ملت ایران رو به جای که رعایت بکنید دارید علی شیره ای از توی لیست سپاه از تروریست میاد بیرون، سپاه لیست تروریست میاد بیرون. حالا چه قرار داده دیگه بسته شده بماند، هرچی بسته شده بر ضد ماست، چون این جوفروشه برای اومدن اومده که اینا رو نگرده. این اصلا این پدر جد این کارتر بوده، این از رفقای جونجونی اون یارو بادام فروش نفهم بوده، مخصوصا این دختر هندی پاکستانی این چیگی داناه بغل دستش، این که یه بی پدر اومده، این که اصلا خود شوته مردی که نشسته داده سخنرانی میکنه میگه موشک های روسیه که وقتی میخوره به اوکراین مردم ایران دارن کشته میشن، چیز چرا بیره کیف رو با تهران قاطی کرده. اصلا یارو نشست معلوم این شیشه میزن، معلوم نیست یارو چشه حالش خوش نیست. جناب مهندس 4 و 5 و 6 لوتو موقع بفرمه دستتون درد نکنه، 3 دقیقه بچه ها رو بریم ببین. اریک مراشمانو، اریک مراشمانو، رئیسی ایست این تروریست، رئیسی ایست این تروریست، تروریست واقعی ایست این تروریست، واقعی ایست این تروریست، مرندی ایست این تروریست، خامنه‌ای ایست این تروریست، خامنه‌ای ایست این تروریست، رژیم چچنی را روسیا انصافی را، رژیم چچنی را روسیا انصافی را، چاینا گتا تافی را، چاینا گتا تافی را، چاینا گتا تافی را، چاینا گتا تافی را، ایران از نو فرصت، ایران از نو فرصت، ایران از نو فرصت، ایران از نو فرصت، قاتل میت تروریست، قاتل میت تروریست، کاینا اینه که شبته میتم تروریست، پوتین شرمانو، پوتین شرمانو، پوتین شرمانو، پوتین شرمانو، رژیم چچن ایران فریدام فور ایران، دیپلمات تروریست، اسلامیش تروریست، دیپلمات تروریست، اسلامیش تروریست، دیپلمات تروریست، اسلامیش تروریست، تروریست رژیم، اسلامی رژیم، تروریست رژیم، اسلامی رژیم، تروریست رژیم، اسلامی رژیم. رضا شاه رو اچو، رضا شاه رو اچو، رضا شاه رو اچو، رضا شاه رو اچو، شاه رو اچو، شاه 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 شاه رو اچو، پاینده ایران، پاینده ایران، پاینده ایران، امید شاه، امید شاه، امید شاه، امید شاه، امید شاه،
سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. من اسامی بچه‌ها رو بگم. بانو منیر و آقا خسرو گل از تورنتو همرزمان عزیز ما لطف محبت کردن $100. بی نهایت سپاس از لطف محبت شما عزیزان. سارا و کوروش نوه دو بزرگوارم هر کدوم 20 تا یعنی $40. دست درد نکنه سارا جان و کوروش جان، خیلی ازتون ممنونم. بانو رباب $30 سپاس از شما بانو رباب گرامی، لطف محبت کردید. بانو شوکت هم با جاوید شاه $10. دست درد نکنه بانو شوکت گرامی، سرباز دور از وطن، با درود به بچه های ایران آریایی و با درود به بچه های میانپرست داخل کشور برای چهارشنبه سوری $100. دست درد نکنه سرباز دور از وطن، خیلی ازت ممنونم، لطف کردی. آقای فرشاد و خانواده محترم از اورنج کانتی هم لطف کردن، دوست میشه زحمت کشیدن $300. بی نهایت سپاسگزارم آقا فرشاد گل و خانواده، خیلی ازتون ممنونم، اورنج کانتی لطف کردید. بانو محبوبه پادگان همرزم عزیز ما هم $30، خیلی سپاسگزارم از شما بانو محبوبه پادگان هم، لطف ما برکن $30. بچه ها رو دیدی توی الان پخش کردیم؟ اون وقت به ما میگن که آقا عکس رضا شاه رو نبرید، عکس شاهزاده رو نبرید، اعتقاد به هم میخوره. هر چی ما میخوایم بکنیم تو کله این ابلهان، اتحاد با کی؟ اتحاد سر چی؟ ولشون آقا، ولکن بارکلا به بچه های اتریش، آفرین، درود به شرفتون، دمتون گرم. اینا سربازن، اون 999 تاره که گفتم، اینا اینجوری منظورم، اینطوری وایسی وسط خیابون عکس پادشاهتو بگیری، وقتی میگی جاوید چه بدنت بلرزه، عکس شاهو بیاری جلو چشان، اینه، اینجوری کشور نجات میدیم. چی اینه میدونه وزارت اطلاعات چی کار میکنه؟ معصوم قمی رو میفرسته خارج از کشور برای چی؟ که راه پیدا بکنه، نفوذ بکنه، بره به سمت شاه مملکت، بشینه لپتاپش رو وا کنه به شاه مملکت، به شاه مملکت، به شخصیتی که تکیه به 2500 سال تاریخ زده، بگه پدر شما دیکتاتور بود. قبول داری که پدر، اگر شاه مملکت، اگر اعلیحضرت بفرماین که خانم چرا داری پرت پلا میگی، چی دیکتاتور؟ همین الان که تو اینجا نشستی با اون دک و پوزت اینجوری پاتو مثل پینوکیو لخت و پتی انداخته بیرون، مثلا خیال میکنی سکست انداخته بیرون، همین دولتی سر پدر بزرگ من داری، تن لش فلان. و اگه اینطوری بگه که میگه آدیدی میخواد بیاد دیکتاتور بشه، میخواد بیاد دیکتاتور بشه، کی انداخته تو دهن همه اینا که به خودشون میگن مشروطه؟ چی کیا؟ شاگرد پادوی داریوش ناهمایون، قدرت الله همایون خره لنگا، هی توی کیهان لندن تو نیمروز می نوشت رضا شاه استبداد چکمه استبداد. وقتی میگن انقدر گفتن استبداد رضا شاه دیگه اتوماتوار هر جا شما میشنوی استبداد، مثلا میگن تزار استبداد، تزارهای مستبد، فلان کشور مستبد، فلان شخص مستبد، مثلا ماو مستبد، تو بی اختیار مخت میره تو چکمه رضا شاه. فیلمشو نساختن تو جمهوری اسلامی؟ داوود رشیدی بی شرف نقش رضا شاه رو بازی کرد، داشت کباب میخورد، بعد به جمشید مشایخی بی شرفتر از خودش که نقش کمال الملک رو بازی میکرد، من خودم دیدم، خودم تیکش خود شما برای من میپرسید، من دیدم، داشت چند تا از اون تابلوهات رو به ما بده، یعنی رضا شاه دوز بود، تابلوهای کمال الملک نقاشو میدوزدی که بیاد بزنه تو دربار. اینطوری آقا شوخی نیست، 40 و اندی سال فقط جمهوری اسلامی داره میکنه تو مخ ملت ایران. رضا شاه، رضا قلدر، شاه هم نمیگم، رضا قلدر استبداد چکمه. نوبت محمد رضا شاه پهلوی که میشه، شاه که نمیگم، پهلوی هم نمیگم، شاه مخلوع، خائن، دیکتاتور، کودتا ننگی، دکتر مصدق، تنه فاطمی، تنه تبدار فاطمی. بابا دیگه چی از مخ باقی میمونه؟ بعد تازه در داخل کشور اینا کمه، اراذل اوباششون هم به اسم مبارز میفرستن خارج از کشور. 42 سال تو تیشه بردار تو خونه خودت، هر روز برو یه دونه بزن به یه جایی، به یه دیوار حیاتت. 42 سال، ببین 42 هفته دیگه اون دیوار سوراخ میشه یا نه؟ 42 سال فقط نشستن دارن فحاشی میکنن به پهلوی، فحاشی میکنن به میانپرستان، اتوش چی میاد بیرون؟ اتوش همین کثافتی که دارید میبینید. بعد چگونه مبارزه کرد؟ این چیزی که من بهتون میگم، بازم میگم، زبان مبارزه اینی که من بهتون میگم، زبان مبارزه یعنی زبان میانپرستی. در برابر این اراذل اوباش فقط باید اینطوری بایستید،
جاوید شاه، جاوید شاه، جاوید شاه، این رمز پیروزیه. کی اینو میدونه؟ وزارت اطلاعات. بعد چیکارش کنید؟ تخریب کنید جاوید شاه رو، چه در داخل چه در خارج. نذارید جاوید شاه بیفته تو دهن مردم. اگر جاوید شاه بیفته تو دهن مردم کار تمومه، چون جاوید شاه عین جن و بسم الله. خیلی راحت بهتون بگم، جاوید شاه بیفته تو دهن مردم، خدا هم دیگه اینو نمیتونه دهنشون بکشه بیرون. واسه خاطر همینه که انگلیس توسط شرکت بی پی به دکتر مصدقشون، به اون تنلشی که زیر شلواری پوش قشی، بهش میگه اولین چیزی که میگی مرگ بر اون خدا بیامرز رو بنداز تو دهن مردم. اون مرگ بر اون خدا بیامرز از کی اومد تو دهن مردم؟ از زمان مصدق. شاه کشی از کی شروع شد؟ از زمان اون یارو مزخرف‌الدین، اون یارو ناصرالدین گوساله. کی این کارو کرد؟ توسط تحریک آخوندا. چرا؟ که شاه کشی مد بشه. ناصرالدین آدم کثافت، مزخرف‌الدین از تمام قجر کثافت. شاه کشی نه، نباید مد میشد. شاه کشی رو مد کردن، توهین به پادشاه رو مد کردن. واسه خاطر اینه که من هی میگم آقا نباید کمتر از اعلیحضرت بگی. این بدان معنا نیست ما داریم چاپلوسی میکنیم آقا جان. مثل که من برم تو دکتر با آقای دکتر بگم آقای مهندس، یا آقا من شما روانی هستید؟ من روپوش سفید من تو اومدی اینجا کجا اومدی تو؟ میام آدم دکتر بیچاره، پس من میگم مهندس. آقا ایشون شاه، من به جز شاه چیزی دیگه نمیتونم به ایشون بگم. شاهزاده. خب وقتی شد شاهزاده، از شاهزاده میشه آقای پهلوی، از آقای پهلوی میشه رضا پهلوی، بعد میشه آخرین ولیعهد، بعد میشه آخرین ولیعهد، آخرین پسر، آخرین شاه، آخرین مادر شاه شهبانوی آخرین ایران. همین که لوس میشه دیگه. بعد این مرد که باید توی، من نمیگم مقدسه باید بزنیمش لای ورقای کتاب مقدس بادش بزنیم، آقا جان پادشاه، پادشاه باید احترامش حفظ بشه. ملکه رو ببینید توی لندن، این عجوزه رو ببین، وقتی میاد تو مجلس لورد ها سر سال که میاد، اون دومش رو 50 نفر گرفتن دارن میکشن میارن، اون شنلی که پوشیده، برید ببینید امپراتور ژاپن رو، برید ببینید پادشاه مالزی رو، برید ببینید کشور، برید ببینید پادشاه اسپانیا رو. آقا اینا ماشین امضا هن، هیچ کاری نمیکنن. موضوع اون نیست، موضوع احترام، موضوع عزته. موضوع بعد معصوم قومی، وای وای معصوم قومی بیاد بشینه جلو پادشاه مملکت من بگه بابای شما دیکتاتور بوده، تنه لکه در به داغونه دوزاری چوسونه تو کثافت، که بعد شخصی که خودشو به شاه مملکت من منصوب میکنه، راست یا دروغ من نمیشناسم، به اسم گنجی تو واشنگتن، از این کثافت دعوت کنه بیاد به عنوان سخنران. بعد ما بچهای میانپرست بریم زیر فشار بچهای مشروطه خواه که آقای احمدی اینو دیگه چه جوابی بدی؟ راست میگه، من اینو دیگه چه جوابی بدم؟ یوده کور کنیست داری میبینه دیگه. بعد اینقدر بچه های میهنپرست دارن فشار بیارن که بگن آقا به جای نیم ساعت مثلا بهش 10 دقیقه فرصت صحبت میدی، تو اصلا اشتباه میکنی به این فرصت صحبت میدی. چرا؟ مرز ارا، چون میدون خالی دیدید، میدون خالی دیدید که شهریار آهی میاد میشینه بغل از پادشاه مملکت من. من میگم بیا سرام بزنی گیوتین بزنی اصلا منو بکشی. من اومدم واقعیت بگم، میهن پرست نباید بترسه. شاه مملکت دستشو قد کرده دست میهن پرستان. کجا تا حالا پادشاه یه جلسه با میهن پرستان داشته؟ کجا علازه تا حالا اومده یه بار بشینه با بچه های میهن پرست گفته بکنه درد دل ما رو گوش کنن؟ فقط درد دلمون رو گوش کنن، هیچی هم ازشون نمیخوان. بعد این میشه مستمسکی که تو دست کی؟ لگم فروش دوست، تو دست شاگرد پادوهای قدرت الله ناهمایون. چرا؟ چون امکانات دارن. امکاناتی کی بهشون میده؟ چپ جهان. کی بهشون میده؟ حزب دموکرات امریکا. آقا خودتون رو نزدیک کنید. چجوری باید خودشون چجوری نزدیک میکنن؟ از کانالای ارتباطی که پیدا میکنن. کانالای ارتباطی که دور و بر اعلیحضرتن کیا هستن؟ همشون معمولن. بسار منو بزن. آقا اینجوری نمیگم، میگم. چی آخرش میخواد چی بشه؟ آخرش میخواد این صفحه سیاه بشه، بشه. شرفم سیاه نشه. حیثیتم سیاه نشه. آبروم بشه بچهای مملکتم نره. این جوونا دارن به من گوش میکنن، مینویسن جاوید شاه. اومدم پیش اینا دارم ادعا میکنم، حداقل حرفی که خودم زدم با ادعای خودم وایسم. من چجوری میام به بچه مردم بگم بیا تو خیابون بگو جاوید شاه بچه چهارشنبه سوری کارو تموم بکنی، و خودم از سایه خودم وحشت بکنم بکشم کنار؟ بچهای ایرانی زرنگن، احمق نیستن. میگم آ آ آ بزن احمدی، تا
تو خودت الان جرأت نمیکنی حرفتو بزنی، هنوز زبونت داری گاز میگیری از ترس. بعد میخوای من بیام تو خیابون؟ من اینجوری میام حرفامو بهتون میزنم. میهن پرست باید حرفشو بزنه. دوست آن است که حرفشو بزنه. دشمن میگه میخواستم بگم. دوست باید بگه من میگم. شاه میتونست ایرانو نجات بده. شاه میتواند ایرانو نجات بده. اعلیحضرت رضا شاه دوم پهلوی سوم میتوانه ایران نجات بده. به شرافت بشری سوگند، به شرافت بشری سوگند، با یک اعلامیه ایران نجات میدن. چرا نمیکنن؟ نمیذارن آقا، نمیذارن. تا شما ملت نیان تو خیابون، تا یه جمعیت قابل ملاحظه نیان تو خیابون، تا یه بزن بزن نشه، تا چهار تا کوکتل مولوتوف پرتاب نشه، تا یه دعوایی نشه، تا یه ریخت و پاشی نشه، تا کافه به هم نخوره. کلانتری که نمیاد تو کافه. کلانتری واسه چی میاد میریزه تو کافه؟ واسه خاطر اینکه یه نفر از اون ور میز یه نفر تو اون ور میز گفته بشین سر جا خفه شو آقا، بشین صلوات بده. کلانتری واسه این نمیاد تو کافه. کلانتری وقتی میاد تو کافه که میز و صندلی رفته بالا، با شیشه آبجو دارن میزن تو سر صورت هم دیگه. دیگه به چی شکل صحنه رو براتون توضیح کنم و توضیح بده؟ شاه مملکت با طناب کی بره تو چا؟ با طناب رضا احمدی، با طناب چهار تا شعار جاوید چا؟ با چهار نفر بیان تو خیابون ولش کن ولش کن. باید بیان تو خیابون بگه مرگ بر جمهوری اسلامی، بگو جاوید چا، برگرد چا، برگرد چا. 500 هزار نفر باید داد بزنن. عکس همینطور که بچه تو اتریش عکس علازه گرفتن دادشون. آره 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 آره، دقیقا داری درست میشنوی. عکس رضا پهلوی پادشاه، پادشاه مملکتتون بگین دو دستتون عکس خدایگان شانشار یا بگین دو دستتون پرچم مقدس سرنگ شور خورشید نشان. آره بگین پلاکارد درست کنی. آره بیا تو خیابونا رژیم بگه اوه آره آره، ما سلطنت طلبا اومدیم تو خیابون، آره ما پهلوی چیا اومدیم تو خیابون، پدر سوختا نمیذاری ما رو حذفمون کنی، حالا اومدیم بازی اوکراین برای ما درست کردیم، ما عبداللهیم. بعد ایرانی رو اومدی از حمله روسیه میدرسونی. اصلا بازی چیز دیگه ایه. کدوم حمله؟ حمله‌ای در کار نیست، اقدسی در کار نیست، بازیه. خاورمیانه رو هپولی کردن، اوکراین رو به این دادن. بچه رو میخوای تو خونه سرگرم کنی، چجوری با سرگرمش کنی؟ وقتی میخوای بشینی با خانومت، میخوای بشینی با مهمونات، میخوای بشینی فیلم نگاه کنی، بچه اونجا هی داره اذیتت میکنه، چیکار با یه مش اسباب بازی میریزی جلوش دیگه؟ اسباب بازی ریختن جلو پوتین، پوتین کشیدن تو این بازی، مرده و زنده شو میارن جلو چشاش. این رفت و آمدهای پشت پرده، یک سال داره پشت پرده برنامه ریختن. بعد من بعد 34-5 سال جدایی تازه برم سوال کنم آقای واشنگتن، آقای لندن، شب جمعه کیه؟ بعد بیام توی اینستاگرام و تو تلگرام و تو نمیدونم تلگرام و تو زهرمار آباد و تو دنیای مجازی بیام عکس پرچم اوکراین بذارم تو پروفایلم؟ اینقدر دیگه ما رو بیشعور حساب کردی؟ بیام من با مردم اوکراین امسال همدردی میکنم، تو به گول بدهت میخندی؟ من آدمی نیستم سوار موج بشم. من اصلا نه، به من چه مربوطه؟ اون موقع که ملت من زیر موشک های صدام حسین بود، کدوم اوکراینی، کدوم روسی، کدوم بلغاری، کدوم آلمانی، کدوم هندی، چی تو دنیا اومد برای من یه نخود شرافت و انسانیت رو کرد؟ کی؟ رهبر یارو دبیرکل سازمان ملل میومد تهران میگفتیم خدای شکرت خدا کنی مرگی دو سه شب بمونه، مردیم انقدر سر موشک شنیدیم. از تهران پرواز میکرد میرفت بغداد. آقا این قرارداد 598 قطعنامه 598 صدام جان قبول کن دیگه، با آقای خمینی هم صحبت کردی، حالا گفته درست میشه اینا. نه خب اون اولی موشک اون دیگه نزنه تا من آخریشو نزنم اینا. خیلی خب آقای کوفی انان پرواز کرد بغداد رو لحظات پیش ترک کرد. حالا دو سه روزی که تهران بود و دو سه روزی که بغداد بود آتش بس بود، سربازا بر بغداد تو جبهه هر دو طرف، هر دو طرف یه سیگاری میکشیدن، یه کمپوتی میخوردن، یه نفسی تازه میکردن. خدای شو یه دو سه روزی فعلا آتش بسه. پرواز کرد از بغداد مثلا رفت شدم کوبه. آقا پاشو رسید تو فرودگاه کوبه ریختن جلو. آقا چی شد؟ پدر سوخت بازی سیاه‌بازی چه شد آقای مثلا فلان انان یا نه اون یکی، حالا هر کدوم از این دبیرکلای فلون شده شون همه شون هم همون. آقا چی شد؟ هیچی، فعلا گیر همون قطعنامه 598 ایم. دو طرف لجبازی میکنن. این کلمه دهنش اومد بیرون، بی بی سی لجن پخش میکرد، موشک
بغداد 6 تا موشک خورد، اهواز 7 تا خورد. بازی کجا بود دنیا؟ سوئد به عراق، سوئیس، دانمارک، فنلاند، هلند، لوکزامبورگ، نروژ به عراق داشتن راکت میفروختن. میتونید باور کنی؟ سوئد؟ تیتیش مامانی سوئد حقوق بشر، بشر، حقوق. تو سوئد فقط گوزنا را میرن. نروژ همه خوشحالن از اینکه حقوق بشر، بشر، بشر ده. باید حقوق بشر داره، پس چطوری با کشتی از اون پشت میرفتین کیلو کیلو داشتیم به مرگی موشک میفروختیم؟ بعد خودتون گندشو بالا آوردین. خود من با چشای خودم تو تلویزیون آلمان میدیدم فلان کارخونه تو یکی از اون ور کوچه های مونیخ مثلا یارو داشته تا دیروز آدامس خروس نشان میداده بیرون، حالا لابلاش نارنجک هم میفروخته. بعد چی داشت؟ بعد خودشون میان رو میکنن، بعد میرن با یارو مصاحبه میکنن و ولی صورتشو نشون نمیدن. یس 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 ما در چیز بودیم، وضع پولیمون خراب بود، اینا برام قلبه داشتیم، واسه خاطر همین گفتیم یه چند تا نارنجک بدیم. البته به خدا مقصودی نداشتیم، گفته بود نارنجک رو واسه چیز میخوام، میخواد بره کفتر اونجا شکار بکنه، با نارنجک بره کفتر شکار کنه. بچه ها حواستون جمع کنید، به ایران بیاندیشید. ما چه مربوطه تو اوکراین چه خبره؟ به گور پدر کسی که حمله کرد، به گور پدر کسی که حمله نکرد، به قبر پدر همه تو. من اصلا نه 43 سال ملت من داره تو صد آشغال غذا میخوره، 43 سال پاکترین فرزندان ما میگه تو زندان ها داره سلاخی میشن، 43 سال ملت ایران افتاده زیر دست یه مش بیناموس بیشرف تیکه و پاره میشه، روانی ترین روانیان تاریخ بشریت اومده شدن حاکمان به ایران و یه مش هم بیشرفتر از خودشون به اسم کمپوزیسیون فرسان خارج از کشور ملت سرکار گذاشتن. ملت دیگه مونده به کی اعتماد بکنه؟ چرا ملت تو خیابون نمیاد؟ آقا چند دفعه ما رو گزیدیم، یارو اومد گفت من نمیدونم بنیاد مردمی دارم، بدید بشینید توی پارک آب گوش بخورین روز جمعه. اون یکی اومد گفت من میخوام برم درس هخامنشی بدم، قراره بیام ایران، همه آخوندار ریشیشون رو زدن فرار کردن. اون یکی گفت جوراب قرمز بپوشین با تنبون عنابی برین تو خیابونا بشکن بزنین. اون یکی اومد گفت سیگار آزادی رو له کنین بزنین تو خیابونا. اون یکی گفت بریم بالا پشتمون بشکن بزنین. هر کی اومد یه مسخره بازی داره و مگه مبارزه مسخره بازی؟ مگه ملت ایران موش آزمایشگاهیه؟ پدر سوخته ها. اصل قضیه خیلی موضوع ساده است، یک حکومت مردمی ملی استخوندار ایرانی اصیل که در طول 2500 سال هیچ پادشاهی به مانند رضا شاه بزرگ، به مانند خدایگان آریامهر بزرگ تاریخ ایران به خوش ندیده، چه کوروش باشه، چه داریوش بزرگ باشه، هر کی میخواد باشه، به تو تعارف بهتون بگم پهلوی خیلی بالاتر از هخامنشیانه. پهلوی تو جنگ سر این قدرت رو داشت، هخامنشیان واسه خودش امپراتوری داشت. چی رو با چی دارید مقایسه میکنید؟ شاهنشاه آریامه خیلی بالاتر از کوروش بزرگ بود. کسی میخواد گوش کنه نکنه بعدش بیاد خودش آقا اینا شعار کردن خدا، از خدا هم بالاتر بود. خدا کیه؟ خدا کیه؟ گو خدا. من شعار رو دیدم، من خدا رو دیدم. رضا شاه خدا بود، محمد رضا شاه پهلوی خدا بود. این مرد فرزند و نوه اون دو تا خداست. ایشون خودش خداست. منتها شما میخواین این عظمت رو خرابش بکنین، عظمت رو بیارینش پایین. ولون فلون شده ها. یک حکومت ملی استخوندار، یه حکومتی که جونش و وجودش رو برای ملتش گذاشت، موز و تغذیه رایگان داد بچه‌هاش خوردن، بیمه های اجتماعی آورد واسه ملتش، به زن ایرانی آزادی داد، شخصیت داد. ملت ایران رو دارای شخصیت و هویت ملی که شناسنامه به ما داد، که نرم در خونه بگم ننه علی، هر کدوم اون رو بهمون واکسن صد نوع بیماری به ما زدن. تو بیای این حکومت رو برداری ببری آخوند رو بری تو مملکت، بعد من بیام حالا بشینم با بازی تو بازی کنم، با مهره تو بازی کنم؟ من عبدالله هر کی میخواد بازی کنه بره بازی کنه. هر کدومتون دلتون برای اوکراین میسوزه باید بسوزه. من نمیگم نسوزه، پرچم اوکراین اصلا پرچم اوکراین رو بردارین بندازین زمین روش نماز بخون.
بخونیم. من سوار موج نمیشم چون امشب و امروز موج شده همه بر علیه پوتین هم بر علیه روسیه، منم باشم به گور پدر روسیه، به گور پدر پوتین، به قبر، امیدوارم همین امشب سکته کنه بمیره. من واسه هیچ کس تره خود نمیکنم. دیدید که من ترامپی هم نشدم، از روز اولم گفتم ترامپ اومده اینا رو بزنه، بد جوری بزنه، بد جوری هم زدشون، بد جوری گزیدشون، سرنگونشون نیومده بود بکنه. سرنگون میخواست بکنه 4 دقیقه کار داشت. آقا 4 سال تو کاخ سفید بود هر کدومشون. آقا نتانیاهو مگه نبود تو چیز تو اسرائیل؟ خواهی میکنم مگه برای اسرائیل، برای اسرائیل بردن جمهوری اسلامی کاری داره؟ سازمان موساد نمیتونه جمهوری اسلامی رو ببره. آره خودم چند بار گفتم میخواین ببرینشون واقعا؟ آره شرف دارید بیاید تا من بهتون بگم چجوری ببرینشون اگه عقل و شعور ندارید. بیاید تا من چهار کلاس اکابر بهتون بگم چجوری ببرینشون. شما علی شیره ای رو نمیتونید ببرید. 77 سال از جنگ جهانی دوم گذشته هنوز رفتید کوچه باز کوچه نازیار دینه تو سوراخ میکشین بیرون، هنوز هولوکاستو گرم گرم نگرداشتین که کار خوبی هم کردین، هنوز بازوشو گرم گرم نگرداشتین. بعد شما نمیتونید جمهوری اسلامی رو ببرید. جمهوری اسلامی که 5% هم طرفدار تو ایران نداره. با یه بشکن بزنی همین الان بالای 40 میلیون آدم میاد تو خیابون میگه جاوید چا. شما فقط جلو پهلوی رو گرفتی، دنیا فقط ایستاده پهلوی به ایران برنگرده. جنگ فرسایشی برامون رو انداختن. چرا؟ به دلیل اینکه پیر بشیم. خیلی راحت، من که جلو کره زمین نمیتونم بگیرم. رضا شاه دوم، پهلوی سوم، 5 سال دیگه به شرافت بشری قسم میلیارد بهش میدن اگه پاشو بیاد بره دیگه ایران. اصلا حوصله کسی بره بگه آقا مصاحبه، آقا ول کن، آقا بیام چی بگم؟ با 67 سال سن بیام چی بگم؟ اون موقع که 30 سالم بود قدرمو ندونستین، حالا با 67 سال سن من با 67 8 سال سن بیام تو ایران چی رو درست کنم؟ من امروز به چشم خیابون پهلوی رو دیدم گفتم وای وای وای، تازه فهمیدم چه بلای سر تهران اومده. یه تهران رو دیدم، یه شهر، یه خیابون رو دیدم، یه خیابون پهلوی رو دیدم. این مرد بیا چی رو درست کنه؟ شبکه آبرسانی، شبکه برق، راهن، هواپیما، فرودگاه، چی ساله مونده؟ تخریبی که جمهوری اسلامی از ایران کرد، مغول از ایران نکرد. بشین با واقعیت ها کنار بیاد. وقتی بهتون میگم بچه ها چهارشنبه سوری کار رو تموم کنید، نکنید، نیاید تو خیابون، 4 تا ترقه بهتر کن، ولش کن، ولش کن، قاشق زنی هم بکن. حال که آقای احمدی زدیم توپ به توپ زدیم، برید واسه خاله خانباجیاتون بگید، واسه من نگید. چهارشنبه سوری بیاین تو خیابونا، برید برای براندازی. یه ما طول میکشه، یه سال طول میکشه، من نمیدونم. بر نگردید تو خونه ها، برگردید تو خونه ها باختید، تموم شد. رو هیچی دیگه حساب نکنید تا یه چیزی پیش بیاد. دو مرتبه میشه مثل هندونه دیمی چی تلق و طلوقی بشه. با تلق و طلوق اینا رو نمیتونید ببرید. راحتتون کنم ملت، جمهوری اشغالگر اسلامی با ضرب کاشته پشت 18 نمیره. اینا شوتای مجید حلوایی و علی جباری و پرویز قلیچخانی رو میخوان. اینا چنان باید بزنیش که توپ بخوره زیر تاق دروازه که ما که تو جمعیت نشستیم بگه بوم، صدای تیر دروازه رو بشنویم. اینا اینطوری میرن. چنان باید بزنی تو دهن علی شیره‌ای که تمام دندونای مصنوعیش بره تو دهنش. چنان باید پاستا رو تو خیابون بزنی که اولی رو که زدید بقیهشون درن بگن عجب کتکی زدن، سالمشون نباید بزنی. چنان باید ماشینش رو برگردونی که بگن وای وای وای. بعد بودوی طرفشون، نه که 2 قدم بری جلو، 6 قدم بری عقب، 5 قدم بری جلو، دوباره 10 قدم دیگه بری جلو. عقبی در برگشتی در کار نیست. بر نگردید، برگردی تمومه، کارتون تمومه. باید برید برای پیروزی، باید برید آخوند رو سرنگونش کنید با تمام مخلفاتش، با دینش، با مذهبش، با شیعش، با قرآنش، با همه چیش. دیگه زدم به سیم آخر، بهتون گفتم راحت بهتون بگم. دنبال رهبر میگردیم، بیاین من بهتون بگم چی کار کنی. هیچی هم ازتون نمیخوام، هیچی ازتون نمیخوام، دنبال هیچی هم نیستم. اگر من تو ایران صاحب تو ایران من روزنامه فروختم، من بگیرین اعدامم کنید. من هیچ احتیاجی به هیچ کدومتون ندارم. فقط شاهتون رو برگردین. شاهتون رو به شرطی میتونید برگردین که سینه واسش سپر کنید، مثل این بچه‌ای که تو اتریش سینه سپر کردن.
اینجوری میتونید کشور رو نجات بدید. وگرنه ولش کن، ولش کن فریبا موسوی پر یاد دبستانی من. خوش گلدید دمپر من نیایید. من یه دینامیتم، من بمب ساعتیم. اگه دنبال از این ترقه های کوچولو هستین، علی منقلی هست، علی ساربون هست، لگن فروش دوس هست، قشنگ براتونم مصاحبه میکنن، انقلاب سفیدی دار، اینا از این دنبال این حلبی سازی ها هستین تا دلتون بخواد حلبی سازی هست. من حلبی ساز نیستم اصلا، من مرد جنگیم. من اومدم فرقه تبهکاران رو با تمام مخلفاتش، با مسجدش، با همه چیش بکنم توی مسترا، سیفونم بکشم روش، دهن آقا امام زمان بزنه بیرون. حال کردی ادبیاتو؟ اینجوری باید مبارزه کرد. و السلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح روح الله. مردش هستید بیه جلو، نه بشین تو خوناتون به حرفای منم گوش نکنی، چون هر کسی به حرف من گوش بکنه یا میره سینه خاک یا میره تو اوین یا آزاد میشه. راحت بهتون بگم، کسی به حرف من گوش بکنه قبر خواب نمیشه، تو بالا پشتمونم نمیخوابه، ناموسش هم نمیفوشه، یا میمیره مثل یه مرد، یا میبرنش زندان بازم مثل یه مرد، یا آزاد میشه مثل یه مرد. حالا دیگه هر فکری دارید برید بکنید. جناب مهندس لطف و محبت بفرمایید شماره 8 رو پخش کنید، ممنونتون میشم. دستتون درد نکنه، اینجوری بلا سرمون اومد. یعنی نشون دادم دو سال پیش، بازم نگاه کنید. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی، لطف محبت کردید. بعد اون خدا بیامرز در پاناما با اون تن رنجور زیر اون عملای جراحی قلابی دروغکی، نه که دروغکیشون مریض نبود، اون بلاهایی که سرش آوردن، معده رو برداشتن گوشن جای رودش، رودش رو برداشتن گوشن جای کلیهش، مخواستن بکشنش. یعنی نه که کاشکه میکشتنش اصلا موقع که ایران آمد بود همونجا میکشتنش، زجر کشش کردن، انقدر اذیتش کردن، لعنت به اون پدر و مادر انگلیس. خیلی ما باید بی غیرت باشیم انتقام اینا رو نگیریم. خیلی ازتش کردم خدا بیاموزه. لعنت به روح مصدق، لعنت به روح خمینی، لعنت به روح اسلام. هر بار من یادم میفته این مرد چجوری از اون هواپیما اومد پایین، تو اون جزیره نشسته بود اون فنجون لیوان. خیلی ما بی غیرتی. به خدا بذاری من بهتون میگم، ما مردای ایرانی جدی کلامونو بذاریم بالاتر. خیلی بی غیرتی، خدا شاهده. بانو ملاحت $100. سپاس از شما، لطف محبت کنید. بانو شهلا از مریلند با 3 جاوید شاه برای 3 پادشاه ایران، دست درد نکنه، درود به شرفت. کاش یه ذره غیرت این بانوان و مردای ایرانی داشتن. بانو شهلا از مریلند $100، دست درد نکنه، خیلی ازت ممنونم. ایرانی اصیل از سوئد $30، خیلی ازت سپاسگزارم، لطف محبت کردی. با
با جاوید شاه، دست درد نکنه. اسد هم از آلمان با یه جاوید شاه بلند 25 دلار، دست درد نکنه آقا اسد گل، خیلی ازت ممنونه. بذار یه چیزی پخش کنم یه ذره بیام بخورم. جناب مهندس شماره 9 لطف موعد بفرمایید. بعدش هم 10 و 9 و 10 و هم پخش کنید، دستتون درد نکنه. President, because of our undercutting of what was a stalwart ally, the Shah of Iran, and I am not at all convinced that he was that far out of line with his people, or that they wanted that to happen. The Shah had done our bidding and carried our load in the Middle East for quite some time, and I did think that it was a blot on our record that we let him down. Have things gotten better? The Shah, whatever he might have done, was building low-cost housing, had taken land away from the mullahs and was distributing it to the peasants so they could be landowners, things of that kind. But we turned it over to a maniacal fanatic who has slaughtered thousands and thousands of people, calling it executions. در خیلی از اوقات ما می‌بینیم که فکر می‌کنند آسان‌ترین طریق جلب آرای مردم نسبت به خود، مقصودم از این مملکت نیست، در همه جا، یا دروغ گفتن است، یا عوام فریبی کردن، یا دادن وعده بی خودی. میگن خب حالا ما وعده رو میدهیم، بعد از چند سال ببینیم چی میشود، بلکه مردم یا فراموش بکنن یا اینکه دو مرتبه وعده دروغ دیگری میدهیم و باز برای مدتی مردم را فریب. ولی سیاست صحیح به عکس این است. باید همیشه مردم را با حقایق آشنا کرد، هم مشکلات توضیح داد، هم راه حل‌ها، هم به سرحد فداکاری برای خاطر اونها کار کرد، از خود گذشتگی کرد. سپاس از شما جناب مهندس یواش گرامی، لطف موعد کرد. رئیس جمهور سابق امریکا ریگان رو دیدید دیگه؟ اینا رو که من سلطنت طلب نمیگم که، بله، به قول این مشروطه چیای قلابی، چمدون کشای اتحادیه اروپا، اینا فاناتیکن. من هستم با قدرتم میگم، من شاولایی هم، من فاناتیکم، من هر چی شما میگه هستم، ولی من یه چیزی هستم که شماها نیستی. من شرف دارم که شما فاقدشید. با قدرتم میگم، پا همه چیشم وای میسم، تو محلتونم میام میگم، اگر شرف داشتید به شاه مملکتتون نمیگفتید شازده. اگر شرف داشتید اجازه نمیدادید بچهای دفتر تحکیمی بیان با شاه مملکتتون اونطوری برخورد کنن. شماها میدونید من چیا رو میدونم، منم میدونم شماها کجا وایسادید، شما میدونید ما کجای این داستان وایسادیم، منم میدونم شماها کجای این داستان وایسادید، من میدونم شماها دنبال چی هستید، شماها میدونید ما دنبال چی هستیم. ما دنبال ایران و پهلوی هستیم، شماها دنبال پدر سوخته بازی و خودمطرحی هستید. شما مأموریت دارید که رضا پهلوی وارث تاج و تخت رو برسونید به سن 65 سالگی که مثل ظاهرشاه بردارن با هلیکوپتر بیارنش ایران، تو فرودگاه هم توی اون صف آخوند باشه، معصوم قومی ها باشند، نه این کثافت ها، این تفکر، معصوم قومی ها باشند، محسن یادگار ها این تفکر باشه، از سپاه باشه، اسلام هنوز باشه، این دستور لندن، شیعه ها باشند، هنوز آفتابه حاکم باشه بر ایران، چون آفتابه یعنی تفکر ارتجاع، هنوز ارتجاع. بعد یه زنم حتما اونجا باشه که روسری رو سرش باشه. من قشنگ میدونم چه سناریویی نوشته شده، فیلمو دارم میبینم. ما داریم میجنگیم که نه، اونایی که قراره اعلی حضرت وقتی قراره بیاد ایران، از پله های هواپیما که داریم میاد پایین، به عنوان شاه بیاد تو ایران، نه به عنوان ظاهر شاه. ایشون ظاهرا شاه نیست. حالا نبخوام اسم این مرد بزرگ علی ظاهر شاه رو تخریب بکنم، مقصودم اینه که ایشون به عنوان ظاهرا شاه نمیاد پایین، ایشون به عنوان شاهنشاه میاد پایین، ایشون به عنوان شخصیتی از اون پله میان پایین که همه چی مشخصه، یعنی ایشون شاهه، شاه داره میاد، ملت داره از شاهش استقبال میکنه.
نه از ظاهرن شاه. بعد بره یه خونه بهش بدن، بعد شما اینجا زیر فشارش بذارید که ایشون بگه حتی من نه، من تو کاخم نمیخوام برم، من میخوام برم تو مردم باشم. به چه زبانی ایشون باید به ما بفهمونم که من تو اسارتم، زندانم؟ چی باید به... چرا خودتونو زدید به خریت؟ نه، خودتونو به خریت نزدید. من بعضی موقع خودم اشتباه میکنم میگم که آقا اینا خودشون زدن به کوچه علی چپ. نه، نه خودشون به کوچه علی چپ نزدن. خیلی هم حالیشونه، چه خبره، خیلی هم حالیشونه. آه معذرت میخوام، میگم اینا نمیفهمن. نه من نمیفهمم، اینا خیلی هم خوب میفهمم. خودشونو به کوچه علی چپ زدن، قشنگ هم میدونن چه خبره. مایه تیلهی که داره به اینا میرسه، یک ماه، یک ماه، 30 روز از سر برج تا ته برج، خرجی که MI6 و CIA و موساد و اینور و اونور مال آلمان و فرانسه دارن خرج اینا میکنن، 30 روز از سر برج تا ته برج، این پولو به من بدن، من در عرض 30 ثانیه جمهوری اسلامی، 30 ثانیه جمهوری اسلامی رو برات میبرم، یعنی نمیزن به 1 دقیقه برسه. ببین چه پولی داره خرج میشه. بد طوری دارن خرج میکنن. ایران تنها کشوریه تو دنیا که بعد از 40 سال، بیش از 40 سال، بعد از 4 دهه هنوز یه ملتی که به قول جهانیان انقلاب کرده، یه مهره رو باطل کرده، یه مهره دیگر آورده، داره دنبال اون مهره باطله میگرده. دنیا میدونه شاه، انگلیس میدونه شاه یعنی چی، انگلیس میدونه شاه کلید یعنی چی، شاهنامه یعنی چی، شاهراه یعنی چی، شاه بیت یعنی چی، غذای شاهانه، مهمانی شاهانه یعنی چی. انگلیس اینا رو میدونه. شاه ماهی یعنی چی، شاه مهره یعنی چی. انگلیس میدونه شاه تا کجای ما، تا تو تمام رگ و پود ما چجوری نفوذ کرده. صحبت بر سر یک شخص نیست، صحبت بر سر یک سیستمه. سیستمو دارن از ما میگیرن. چجوری باید بگیرن؟ فقط فرسایشی. اینقدر رو ملتش فشار میاریم که بگن آقا عطایش بل آقای بابا یه چیزی بریم بخوریم، داریم میمیریم دیگه، راست راستی داریم میمیریم. امسال آب در تهران خودشون دارن میگن 40-50 روز تا 60 روز تهرونی ها آب داری، برف هم که نیومد. سد کرج تا 40% پایین اومد. بعد نقشه هایی براتون کشیدم، بعد هواپیما برای علی شیره آب از سوئیس میاد، روم به قبر امام خمینی طهارت هم به قول خودش میخواد بگیره، آب بریزه تو آفتابه، آبش داره از سوئیس میاد. ملت کجا نشستید؟ دارید سر سطل آشغال غذا میخورید. میفهمید خودتون من دارم بهتون چی میگم؟ میفهمید دارم بهتون چی میگم؟ ملت ایران با داشتن آذربایجان، خوزستان، خراسان، مازندران و گیلان داره تو سطل آشغال غذا میخوره. این استانهایی که گفتم، لرستان، کرمانشاهان، این استانهایی که نام بردم، وجب به وجب خاک ایران دنیا رو نون میده، دنیا رو میوه میده، سبزیجات میده، بعد تو رفتی تو سطل آشغال داری غذا میخوری. میفهمید دارم بهتون چی میگم؟ بعد هنوز که هنوزه میگه ما مسلمونیم. انقدر مسلمون باش تا خسته بشی، بعد بیاد برات محمود مشنگو بکنه کمپوزیسیون که سر از طویله لگن فروش دوست، این ابر بی ناموس تاریخ بشریت در بیاره. و به من میگین چرا هرس میخوری؟ بعد چی بخورم؟ پس بیام اینجا بشینم مثل حمید پانداز قضا بذارم جلوم، بشینم بگم چرا که بابا لجن چرا خیلی خیلی باشد بابا اونو نشون بده از عباس قلدو. پس شما دنبال این تیب آدم هایی، پس شما ها بدتون میاد از میهن پرست، شما بدتون میاد از کسی که بیاد بشینه باهتون با خلوص نیت حرف بزنه. شما ها پس عادت کردید، عادتتون دادن که بشینید یه مش مزخرفات گوش کنید. آره دیگه، شما پس از آدم بی غیرت خوشتون، شما از میرزا آقا خان نوری خوشتون میاد نه از امیر کبیر، شما از امیر عباس و حویدا خوشتون نمیاد، شما میخواید شریف امامی بشینن خوش بزنید، شما از جهانبانی خوشتون نمیاد، شما از قرباقی خوشتون میاد. آره چرا تعارف کنیم، اینه. شما از ناصر حجازی خوشتون نمیاد، شما از علی برمی خوشتون میاد، شما از حسن روشن خوشتون نمیاد، از علی دایی خوشتون میاد، شما خوشتون نمیاد شیک و تمیز بیان تو خیابونا، خیابونای تهران هم بشه مثل خیابونای کشور، شما دوست نمیدید تو خیابون اخ توف بندازید.
اگر غیر از اینا که من میگم ثابتش کنید، شما دوست ندارین قرش هواپیماهای نیروی هوایی شاهنشاهی ایران خاورمیانه رو به لرزه در بیاره که تا قاهره جمال عبدالناصر زیرشو خیز کنه. شما خوشتون میاد که از طالبان کتک بخورید. شما خوشتون نمیاد تو تهران دستتو بنزید تو دست دختره دوست دخترت بری تو دیسکو یا تو مشهد یا هر کجا. شما دوست دارید تو خیابونا ببینید 5 نفر این ورن 5 نفر اون ور چمکه خبرو بده چیزی رو بده. شما این ادبیاتو دوست دارید؟ شما واسه همینه که سینمایی که میگفت نه نه ناکردم اون سینما صف میکشیدن، ولی سینمایی که میومد احیانا به تو فیلم تاریخی نشون میداد یارو داشت پشه میپرون. بخاطر همین بود که کارگردان نمیرفت اون بال فیلم تاریخی، میومد واسه قیصر درست میکرد، میگه چرا امیرارسلان نامدار درست کنم؟ پولی از سوش در نمیاد. ملت دنبال امیرارسلان نامدار نیست، ملت دنبال قیصره که انتقام ناموسش رو گرفت لای قطار راهن یا نه. بی خیال بابا بس دید، تقریب خودتون رو روشن کنید. ملت من نه مفسرم نه وارد این بازی ها میشم، من سربازم، من زبانم زبان سربازیه، من فرزند مشروطیتم، من شاگرد 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 سرباز 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 رضا شاه هم. راحتتون کنم، من اهل فوفول بازی و سوسول بازی نیستم. همیشه هم بهتون گفتم من هنوز زمین میخوابم، رو تخت نمیخوابم. من راحت بهتون بگم من هنوز عادت ندارم زیرم شل باشه. هر سربازی که فهمید زیرش باید صف باشه ایرانو نجات میده. ایرانو کسی نجات میده که مرد باشه. مرد ایرانو نجات میده. مرد مرد ایستگاه مرد. وقتی اتوبوس میگه ایستگاه مرد میزنه رو ترمز، همه تو اتوبوس برن پایین. مرد مردانگی که شاه به ما یاد داد، نه حسین، علی، یا علی مولای ما. بابا بابا فلون فلون شده. مرد به رضا شاه میگفتن. اسامی رو بگم حضورتون مرخص بشیم با سپاس جناب مهندس شاهش گرامی تا دوشنبه. هفته هم همینطور میاد و میره، عمرمون داره میره. ما هم بیام بشیم اینجا بگیم این 50 دلار اون 100 دلار جاوید شاه ولای نه 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 همه شده تکرار مکرر. تینا از آلمان 20 دلار سپاس از شما. سوزی 25 دلار سپاس از شما. دیار از اهواز 50 دلار سپاس از شما. فرود دانمارک 20 دلار سپاس از شما. میهن شاه 70 دلار سپاس از شما. محبوبه پادگانم 30 دلار سپاس از شما. ملاحت 100 دلار سپاس از شما. دیگه بانو و آقایون رو دیگه من نمیگم، تون تون بگیم حتما زود مؤخذ بشیم. شهلا مریلند 100 دلار همه سربازیم دیگه، این تعارف نمیکنیم که. سپاس از شما شهلا از مریلند. ایرانی اصیل از سوئد 30 دلار سپاس از شما. بچه محل نوید افکاری روان شاد 100 دلار سپاس از شما. بانو منیر خسرو از تورنتو 100 دلار سپاس از شما. سارا و کوروش هم 40 دلار سپاس از شما. نوید و بزرگوار اسد هم آلمان 25 دلار سپاس از شما. رباب 30 دلار سپاس از شما. آقای هوشنگ هم کانادا 150 دلار سپاس از شما. خانم به شوکت هم 10 دلار سپاس از شما. سرباز دور از وطن 100 دلار سپاس از شما. آقا فرشاد خانواده هم از اورنج کانتی 300 دلار سپاس از شما. همه رو گفتم بله. شاد و پیروز باشید تا دوشنبه که در خدمت رو خواهیم بود. با یک جهان سپاس از جناب مهندس سیاوش گرامی و خانم آقایون. سعی کنید از حرفای من ناراحت بشید، سعی کنید بهتون بر بخوره. در یک بارم که شده امشب حرفای منو بشینید قشنگ گوش بکنید و بهتون بر بخوره، فوش بهم بدید، ولی به حرفام گوش کنید. من دلم به حال کشورم میسوزه، نه دلم به خاطر آدما. آدما میان همین 80 میلیون جمعیت تا 50 سال دیگه هیچ کدوممون نیستیم، همه میمیریم. ایرانو نذارید بمیره. ایران ایران هممون فقط باید کشور نجات بدیم. الان موضوع هستی و نیستی ایرانه. بفهمید دارم بهتون چی میگم. اوکراینو جره زدن به ما. داستان خیلی جنایی تر از اون چیزی که فکر میکنی. با زدن 4 تا پرچم و از بغض پوتین تو رخت خواب اوکراین رفتن، با توف زدن به نون مردم سفره پر نون نمیشه. بفهم دارم بهتون چی میگم. شاد و پیروز باشید تا دوشنبه. پاینده ایران جاوید شاه. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش.